با سلام خدمت شما شنوندگان رادیو پیام، امیر هستم. امروز شنبه هفته خرداد ماه می باشه و برنامه دیگری از گفتگو رو خدمتتون ارائه میدیم. مهمانان این هفته و این برنامه گفتگو خانم ها ثریا شهابی از حزب کنشگارگری ایران حکمتی است، فریبا امیرخیزی سازمان زنان 8 مارس ایران افغانستان، و آقایان کاظم نیکخواه حزب کنشگارگری ایران و مازیار رازی از گرایش مارکسیستای انقلابی ایران می باشد. موضوع امروز برنامه ما بررسی انتخابات هست. امروز تصمیم داریم با حضور این مهمانان به بررسی انتخابات 11 دوره ریاست جمهوری ایران بپردازیم و اینکه ببینیم این انتخابات چه مفهومی رو برای حکومت داره، برای مردم چه معنی خواهد داشت، چه راهکارهایی رو میشه توصیه کرد برای شرکت، عدم شرکت و یا شرکتی که به هر حال جنبه فعال داشته باشه. در این رابطه دوست داشتم ابتدا ضمن تشکر از حضور همه مهمانان عزیزی که دعوت ما رو پذیرفتن و در این میز گرد شرکت کردن، از خانم ثریا شهابی اولین پرسش خودم رو آغاز کنم و از اینکه اصولا انتخابات رو شما چگونه بررسی میکنید و این انتخابات از دید شما چه معنایی دارد. بفرمایید. 11 مراسم انتخابات رئیس جمهوری رو اگه بخوایم بررسی بکنیم، به نظرم از چند جنبه میشه بررسیش کرد. یکی اینکه خود این انتخابات چیه، یکی شرایطی که توش برگزار میشه چیه، و آخرش که بالاخره چه باید کرد. خود این مراسم که حالا با هزار تخفیف اسمش هم انتخابات بذارید، راستش هیچ شباهتی با انتخابات های احزاب پارلمانی توی غرب نداره. احزاب پارلمانی توی غرب همشون احزاب بورژوایی هستن، منتها متحزبن، احزاب خودشون رو دارن میرن تو مجلس، و توی انگلیس هم رسم هست، برام دیگه فوش میدن و دعوا میکنن و بعد بالاخره یکی انتخاب میشه. توی ایران تاریخا ما همچین بالاخره همچین انتخابات پارلمانی خارج از موضوع، اساسا به این دلیله که بورژوازی توی ایران متحزب نیست و دموکراسی بورژوایی نمیتونه توی ایران، به خاطر نوع سرمایه‌داری که توی ایران داشتیم، همچین اتفاقی نمیفته و ما دموکراسی بورژوایی به اون معنی نداریم. این انتخابات ها تغییر آرایش تو هیئت حاکمه جمهوری اسلامی، 11 تا 10 تاشو داشتن، این 11مه که بالاخره خودشون رو چطوری آرایش بدن که دور بعد به چه شکلی خودشون رو بچینن، خودشون آرایش بدن. دو جناح داریم توی جمهوری اسلامی که اینا از بعد هم عمر با جمهوری اسلامی، از بد و پیدایش جمهوری اسلامی اینا بودن، با هم تقابل کردن. انتخابات های مجلس رو داشتیم، انتخابات های رئیس جمهوری رو داشتیم، گاهی متخاصم شده مثل دوره بنی سعد که تو خودشون کودتا کردن، و گاهی آرامتر بوده. اینا هیچ ربطی به مطالبات اکثریت مردم جامعه ایران نداره و نداشته، تاریخا هم نداشته، و توی دوره‌ای به ضرب و زور جیره‌بندی و اگه شما انتخابات شرکت نمی کردید، خب بعد اسم بچه من مثلا پسر بچه تون رو نمی تونستید تو دانشگاه بنویسید. با این سیستما یه دیر رو می کشیدن پشت پای صندوقای رأی تا 2 خرداد. از زمان 2 خرداد همه چی عوض شد. اون انتخابات های تا قبل از 2 خرداد، بجز انتخاباتی که جمهوری اسلامی اولش به قدرت رسید، اون رو حالا باید جداگونه بررسی کرد، هیچ کدومش برای مردم، شرکت مردم یه خصلت سیاسی به معنی نداشت. یه شرکتی بود جزوه مثل یه بخشی از سوخت و ساز زندگیشون توی جامعه مختنق، که بخشی از پروسه گوشت خریدن و نون خریدن شما باید بنفتی دفتر مسجد میگرفتی، یا به حال اسمت بچه‌تون رو تو دانشگاه نمی‌نوشتن اگر که نمی‌رفتین، مهر نخورده بود شناسنامتون. از 2 خرداد به این ور، این انتخابات‌های جمهوری اسلامی یه معنی دیگه پیدا کرد، یه معنی پیدا کرد و تبدیل شد به یک اتفاق سیاسی تو جامعه، و اونم وقتی بود که تا قبل از 2 خرداد به شدت جامعه متحول شده بود و یه جنبش عظیم که واقعا برای سرنگونی جمهوری اسلامی بود به میدون اومده بود. 18 تیرار رو داشتیم و تکاپوی وسیعی که توی پایین بود، و اون شکاف توی حاکمیت رو به شکل 2 خرداد که مردم به نماینده
انتخابی که پیشنهاد ولی فقیه بود نگفتن، رفتن پشت خاتمی. از اون به بعد این انتخابات های بازتاب اجتماعی پیدا کرد و تونست خودش رو به اصطلاح یه جوری به سوخت و ساز اعتراضی تو جامعه خودش رو تو اون منعکس بکنه. بجز سبز که یه ماجرایی بود به اصطلاح بخش زیادی از اپوزیسیون اون رو به نحوه خیلی خیلی در معیت بی بی سی و خود بورژوازی غرب که با ایران در تخاصم بود، این رو واقعا مرد اعتراض مردم رو کشوندن پشت یه جناحی از حاکمیت. این انتخاب بعدی که الان هست، این انتخابات سعی میکنن که بازتاب اجتماعی داشته باشه، سعی میکنن که بازم به عنوان یه اتفاق سیاسی که میتونه منشأ امیدی توی جامعه ایجاد بکنه، یه همچین جایگاهی داره. میخوام بگم که انتخابات های تا قبل از 2 خرداد تغییر بالاخره تو آرایش هیئت حاکمه بود، اون تا بازتاب سیاسی اجتماعی نداشت، به این دلیل که یه جامعه مختنقی که مردم مجبور بودن بعضیا میرفتن شرکت میکردن که شناسنامه‌شون بهبود بخوره. مثل این بود که مثلا تو زمان شاه شما عضو حزب رستاخیز شدی که بتونی توی اداره یه مقام بالاتری بگیری. ولی از اون به بعدش 2 خرداد یه اتفاقی بود که سوار اعتراضی بودن که از پایین صورت گرفته بود و سبز در واقع برعکسش بود. سبزی سعی کردن که تمام و موفق بودن تو این که بخش وسیعی از اعتراض جوان و برای خلاصی فرهنگی، بخش وسیعی از اعتراض به اختناق سیاسی رو کشوندن زیر بال یکی از این جناح‌های خودشون. این انتخابات امسال تو شرایطی برگزار میشه که یکی از فاکتورها شرایط بین‌المللی هستش که شکاف غرب و جمهوری اسلامی به شدت رنگ خودش رو به این زده و در این حال شما خاورمیانه رو دارید و اتفاقاتی که توی خاورمیانه داره میفته و نقشی که دولت ایران توی خاور توی به خصوص سوریه داره. این انتخابات اخیر تو این شرایط به شدت به خصوص با توجه به اتفاقاتی که تو لیبی و سوریه افتاده، به شدت مردم ایران رو محافظه کار کرده، تحریم اقتصادی به شدت مردم رو توی یه ناامنی اقتصادی وسیع و بخش اکثر حقوق بگیران محرومین جامعه طبقه کارگر رو توی یک بی‌تأمینی اقتصادی و یه قرار داده و اینا رو سعی میکنن که جناح‌های حاکمیت سعی میکنه که اینا رو بالاخره تو این بازی فعال بکنه و به صحنه بیاره. من فکر میکنم که این انتخابات انتخاباتی نیست مثل انتخابات دور قبل، مثل سبز همچین اتفاقی نمیفته. مردم و بخشی که توی ماجرای سبز رفتن دنبال موسوی و کروبی و به اصطلاح رهبران سبز، این دفعه نمیرن دنباله، به خصوص بعد از اینکه از هاشمی رفع سلب صلاحیت شد، نمیرن دنبال هیچ کدوم از این اقوام، مگر اینکه بازم بخشی از اپوزیسیون به یک بهانه مردم رو، اپوزیسیون من که میگم در رأسش توده اکثریته که اینا همیشه گرم کنه این بازارها بودن و طیفی از دگراندیشان و روشنفکران قانونی و مجاز و بخش زیادی از احزاب اپوزیسیون هم که دنبال رو اینا یه امید دیگه ای بدن. با سلب صلاحیت از رفسنجانی امیدشون از بین رفته و یه امید دیگه ای بدن. به هر حال این شرایطی هست که توش هست و من فکر میکنم که مطلقاً نباید به هیچ بهانه بازار انتخابات رو گرم نگه داشت و مردم رو تشویق کرد که امید ببندن، نه فقط توش شرکت نکنن، اصلا اساسا امید ببندن به اینکه از این انتخابات اتفاق میفته که میتونه بخشی از مشکلاتشون رو حل بکنه و بخشی از فشارها رو اکثریت محرومین کاهش بده. مرسی. متشکرم از شما به خاطر نظرتون. آقای کاظم نیکا، اگه امکان داره نظر شما رو در این رابطه بدون. بله، تشکر میکنم از فرصتی که در اختیار من گذاشتین. ببینید بوشن، این انتخابات به هیچ مفهومی نیست و در واقع یک مضحکه است. این رو همه میدونن، در واقع مضحکه است به دلیل اینکه ابتدایی ترین به اصطلاح شرایط مبارزه سیاسی، فعالیت سیاسی، ابراز نظر سیاسی وجود نداره تو اون جامعه.
احزاب آزاد نیستند، فعالیت سیاسی برای مردم، برای توده وسیع مردم، برای اپوزیسیون آزاد نیست و زنها اصلا حق رأی ندارن، اصلا آدم حساب نمیشن. برحال از هر جنبه که نگاه کنین این یه مضحکه‌ای هست که به نام انتخابات داره صورت میگیره. اما در این حال این انتخابات های جمهوری اسلامی نه فقط از مسئله مرحله دوم خرداد که سریا شهابی گفتن، بلکه از همیشه، از موقعی که اومده سر کار، محل انشقاق و اختلاف و تصفیه حساب و رقابت و اینها بوده و دلیل اصلیش هم اینه که فشاری که از پایین روی جمهوری اسلامی است و هم و انزجار و خشمی که علیه جمهوری اسلامی تو جامعه وجود داره انعکاسش تو صفوف جمهوری اسلامی خودشو نشون داده. از مقطع مثلا بیشترین ابراز انعکاس وضعیت جامعه خودش رو تو دوم خرداد و جلو اومدن امثال خاتمی و دوم خردادی ها نشون داد و علیه جناح حاکم به اصطلاح، و ولی بعد از اون هم همجور این شکاف ها بیشتر شده. من مطلقا فکر نمی کنم که راستش جامعه محافظه کار شده، جامعه و رفته یا مثلا قبلش سال 88 فقط یه جنبش سبزی بوده، مردم رفتن پشت سر یه جناح رژیم. این متاسفانه این دوستان ما حکمتیست اوزار اینطوری میبینن که الان سریا شهابی گفت و یک واقعیت بسیار عیانی رو که دنیا داره میبینه که من مجبورم بهش اشاره کنم که میلیونی مردم اومدن تو خیابون فریاد مرگ بر دیکتاتور سر دادن، فریاد مرگ بر جمهوری اسلامی سر دادن رو میزنن به کیسه موسوی یا کروبی. کسی موسوی کروبی حتی جناح کپک زده جمهوری اسلامی بودن. اگر کسی مردمی میخواستن برن پشت سر یه جناح، حداقل میرفتن پشت سر مثلا فرض کنید خاتمی، اونا رو بیشتر میشناختن، یه حرفی از اصلاحات زده بود. موسوی چه موقعی که اومد تو میدون، چه قبلش اصلا وجود خارجی نداشت، بعد از منظورم 20 سالی که از نخست وزیریش کنار رفته بود. این مسئله این بود که جامعه داشت میجوشید و موسوی ها رو روند جلو برای اینکه بیان بگن ما میخوایم برگردیم به دوره خمینی، برگردیم اوضاع جمهوری اسلامی رو برگردونیم به اون وضعیت خط خمینی، دوره خمینی، نمیدونم. و میخوام بگم حتی در حد خاتمی هم موسوی حرفی نداشت، حرفی از که بخواد مثلا باعث بشه که میلیونی که چه عرض کنم هزار نفرم برن پشت سرش بگن این قرار دستمزد اضافه کنه، قرار آزادی بیان بده، قرار کاری بکنه، قرار ببره به دوره خمینی. خودش هم نخست وزیر سال 67 و کشتار سال 67 بودش. و در نتیجه میخوام بگم که واقعیت جامعه این هست که جمهوری اسلامی اومد سر کار، با سرکوب انقلاب اومد و جامعه و به عنوان نیروی ضد انقلاب، حکومت ضد انقلاب اومد سر کار و در نتیجه همونم نتونست جامعه رو برگردونه به اون اختناق آریامهری که دوره قبلش وجود داشت. و این باعث میشه که مدام هر کسی که میاد جلو به عنوان رئیس جمهور، به عنوان نمیدونم رهبر یا به عنوان هر کسی که بالاخره امور اجرایی رو منظورم تو دستش داره، نگاه میکنه میبینه که این حکومت داره به سراشیب میره، این حکومت مدام داره بیشتر ایزوله میشه، مدام داره وضعیتش مثلا زیر پاش بیشتر خالی میشه و به همین دلیل دعواهاشون بالا میگیره، به همین دلیل دعواهاشون بالا میگیره و این خودش رو تو انتخابات نشون میده، تو قبل از انتخابات نشون میده. شما اینجوری نیست که مثلا انتخابات، اگر تفاوتی انتخابات، یا منظورم موقعی که میگم انتخابات منظورم دقیقاً همون مزحکه انتخابات، اگر تفاوتی این دوره داشته باشه با دوره مثلا سال 88 این هست که جمهوری اسلامی وضعیت بسیار فلاکت به اصطلاح شکننده تری داره، اقتصادش در بداغونه، از نظر بین المللی در انزوای کامل هست، اسلام سیاسی منزوی شده و رو به شکست هست، تو محاصره اقتصادی هست و اختلافاتش بسیار شدید شده. همه اینها تأثیر میذاره که اتفاقا نه فقط مردم محافظه کار نشن بلکه مردم متعرض‌تر باشن. ما همین الان از درون زندان قزلحصار اعتصاب غذا میکنن، خواستاشون رو مطرح میکنن. همین مدت، تو همین یکی دو سال گذشته نگاه کنید چه اعتراضاتی، چه مبارزاتی تو این جامعه وجود داشته.
و به ویژه با مسئله اقتصادی، بحث رفاه، بحث اقتصاد، بحث نون شده مسئله مردم، شده مسئله جامعه، و این رو جمهوری اسلامی هیچ جوابی براش نداره، هیچ جوابی براش نداره. اومدن طرح یارانه ها رو آوردن و بعد تو رقابت هاشون احمدی نژاد اومد هم به همه مردم ماهی 45,000 تومان به اصطلاح یارانه نقدی میده. قرار بود این طرح رو بدن، اقتصادشون رو نجات بدن، اقتصادشون بیشتر تو گل فرو رفت و الان بنبست کامل دارن. و همین دلیل وقتی کسی رفسنجانی میاد جلو یا نمیدونم اون یکی میاد جلو، در واقع ریسک بزرگی میکنه، میخواد دروازه ها رو باز کنه، نمیدونم از اون هر با غرب آشتی کنه، مسئله اتمی رو کنار بزنه، مسئله یارانه رو کنار بزنه، کاری بکنن که سرمایه‌دار اروپایی و غربی بیا تو این جامعه سرمایه‌گذاری کنه. ولی حکومتی ساختن که هویتش رو ضد غربی و ضد غربیگری و تمام ارزش‌ها و فرهنگ غربی تعریف کرده و در نتیجه عملا هر کدومشون پا جلو بذارن نمیتونن به اصطلاح گشایشی در اوضاع اقتصادی ایجاد کنن. تازه بورژوازی غرب هم خودش تو بحران هست. بله متشکرم. اگه اجازه بدید بله برمیگردیم به توضیح بیشتر شما در دور بعدی. دوست داشتم نظر شما رو هم خانم فریبا امیرخیزی بدونم. بفرمایید. من سلام میکنم به شما و شنونده های رادیو پیام و همچنین رفقایی که امشب توی میز گرد شرکت دارن. از نظر من یا دوستان سازمان زنان 8 مارس، موضوع اهمیت انتخابات برنمیگرده به اینکه خود مقوله انتخابات تأثیری در تعیین سرنوشت مردم ایران داشته در طی روند این سالها یا اینکه خواهد داشت، و این رو هم در تمام سالها، نه اینکه از یک دوره خاص، در تمام سالها پروسه انتخابات در جمهوری اسلامی یک خاصیت داشته و اون هم هیچ ربطی به موضوع منافع مردم نداشته و فقط صرف مشروعیت دادن به جمهوری اسلامی بوده. و اینکه حالا موضوعیت نداره، اینکه جمهوری اسلامی حالا توی انتخابات رو توی پروسه دموکراتیک برگزار میکنه، مثل اون چیزی که توی کشورهای غربی برگزار میشه ظاهرا توی گیوم دموکراتیک یا به هر حال قانونی، یا اینکه مشابه اون توی جمهوری اسلامی به شکل غیر قانونی و انتصابی جلو میره. به هر حال خاصیت انتخابات در تمام سیستم های طبقاتی این هستش که خصومت طبقاتی رو بپوشونه و مردم رو وارد پروسه بکنه که به صورت تک تک و مجزا وارد یک فرایندی بشن که اونها ظاهراً در یک فعالیت مدنی سیاسی میتونن دخالتگری بکنن تو تعیین سرنوشتشون، و دخالتگری تو تعیین سرنوشتشون فقط و فقط و فقط به همین موضوع حق داشتن حق انتخاب خاتمه پیدا میکنه. از این زاویه موضوع خود انتخابات نیست که موضوع بحث ما هستش یا اهمیت خودش رو داره، یا اینکه از درون این صندوق ها به صورت قانونی یا غیر قانونی کسی بیرون میاد. موضوع این هستش که جامعه امروز ایران در همین دوره خاص یک تفاوتی با دوره های قبلی داشته، غیر از اینکه طبق معمول همیشه جمهوری اسلامی همیشه میخواد که تنور انتخابات رو گرم کنه تا مردم پای صندوق های رای بیاره تا مشروعیت داخلی یا بین المللی کسب کنه، موضوع امروز به نظر ما یه مقداری متفاوت هستش. تفاوتش هم از اونجا هستش که جامعه امروز ایران آبستن حوادثی خواهد بود و این حوادث هم دل بخواه من و شما یا هیچ نیرویی نیستش، حاصل تضادهای مادی هستش که تو اون جامعه وجود داره و سه تا حلقه اصلی داره. یکی تضاد بین مردم و حاکمیت هست، یکی تضاد بین خود سران حاکمیت هست، و یکی هم تضاد بین حاکمیت جمهوری اسلامی و نیروهای بین‌المللی. این سه حلقه طوری در هم تنیده شده که محصلش یک پتانسیل انفجاری در جامعه ما به وجود آورده که میتونه به نفع انقلاب و به نفع تغییرات بنیادین هم استفاده بشه. به معنای این نیست که لزوماً این اتفاق میفته، ولی هر حادثه‌ای میتونه تو جامعه امروز ایران در چنین یا اینکه یه همچین نیروی رو سرریز بکنه یا چنین شکافی رو باز بکنه به نفع تحولات
پایه‌ای و سرنگونی جمهوری اسلامی. از این زاویه هست که موضوع برای ما حائز اهمیت هستش. اون چیزی که شکاف داخلی گفتم، خب دوستانم یا رفقان بخشان اشاره کردن توی صحبتاشون، به هر حال شکاف طبقاتی عمیقی که امتداد همون بحران اقتصادی بین المللی هستش و اشکال خاص خودش رو در ایران پیدا کرده، یک موضوع هستش. اقتصاد تک محصولی وابسته به نفت ایران که هم ضربه خورده و هم در اثر تحریم ها قادر نیست پاسخگو باشه، همچنین خود تحریم ها تاثیرات خودش رو گذاشته و انکارناپذیر، نوسانات ارزی و اتفاقاتی که به هر حال در درون جامعه ایران افتاده، شکاف طبقاتی بی سابقه ای رو توی تاریخ جمهوری اسلامی رقم زده. و از طرف دیگه موضوع اختلاف بین هیئت حاکمه جمهوری اسلامی هست. این اختلاف هم یک موضوع دعوای زرگری نیستش که فقط صرف کشیدن مردم پای صندوق‌های رأی باشه، هرچند که چنین مقاصدی هم توش همیشه بوده در دوران جمهوری اسلامی، ولی موضوع این هستش که این شکاف هم واقعی هست، کما اینکه تو دوره 88 دیگه جمهوری اسلامی هم نتونست بخشی از این تضادها رو حفظ بکنه و از پرده به برون افتاد و عملا یک جناح بر علیه اون جناح تا حدی کودتا وار عمل کرد و این شکاف بعد از 88 هم بسته نشد و همینطور داره دهن باز میکنه و امروز بخشای بیشتری از هیئت حاکمه ایران رو در روی هم قرار گرفتن و دارن به قول معروف پولاریزه میشن به سمت جناح‌های مختلف. خب که مسلماً این جناح ها معنی پیدا می کنن در امتداد جناحایی که در صحنه بین المللی منافع خاص طبقاتی کلانتری رو دارن و در سمتگیری با این که به هر حال دنیا داره به وسیله نیروهای بین المللی باز تعریف میشه و منافع نیروهای طبقاتی امپریالیستی در مقابل هم ایستاده و اونها هستن که تعیین کننده این هستن که به هر حال قائله سوریه رو به نفع کدوم نیروی طبقاتی خاتمه بدن یا قائله ایران رو، و این قائله هم البته که به تنهایی نمیتونن تموم کنن و برای پایان دادن به قائله خاورمیانه نیاز به این هستش که به قائله ایران هم بالاخره به شکلی پایان بدن. حالا من چون میدونم فرصت زیادی ندارم بزنم، ما دو قشن هستن که به شدت در اثر این فشارها به وسیله جمهوری اسلامی زیر ضرب رفتن. یکی جوانان طبقات تحتانی هستن که چیزی برای از دست دادن ندارن و طبقه فرودست و طبقه کارگر، و دوم زنان هستن که به شدت جمهوری اسلامی داره با تقویت پدرسالاری در جامعه اونها رو به عنوان یک نیروی شورشی و پتانسیل یک تغییرات ریشه‌ای در جامعه ایران تحت فشار قرار میده. از این زاویه به زعم ما به عنوان بخشی از جنبش زنان و بخش از جنبش رادیکال انقلابی، امروزه فقط صرف تحریم انتخابات، همونطور که گفتم، نه به عنوان اینکه انتخابات موضوع مهمی در تعیین سرنوشت مردم ایران باشه، بلکه به عنوان حادثه‌ای که ممکنه خشم مردم رو احتمال داره سر ریز بکنه یا نکنه، مهم هستش که اپوزیسیون موضع‌گیری روشنی داشته باشه و نه مثل همیشه فقط در یک مبارزه منفی و تحریم انتخابات، بلکه در یک حرکت به قول معروف رو به جلو و تعرضی این کار را انجام بده. و از این زاویه سازمان زنان 8 مارس یک کارزار 3 روزه رو فراخوان داده به همه اپوزیسیون که اصلی ترین مرزبندی سیاسی اون برای نیروهایی هستش که خواهان سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی. بسیار عالی، ما قطعا برمیگردیم روی کارهایی که میشه کرد. متشکرم از شما آقای مازیار رازی، نظر شما رو در این رابطه بدونیم، بفرمایید. بسیار خوب، درود فراوان به تمام رفقای حاضر و همچنین شما و شنوندگان محترم. در مورد موضع‌گیری و یا ارزیابی وضعیت کنونی، اون چیزی که مد نظر ما هستش، اون چیزی که اهمیت داره در شرایط کنونی به عنوان یک نیروی انقلابی، این هستش که ما تشخیص بدیم ویژگی این انتخابات در چیست و اصولاً هیئت حاکم به کدوم سمت سو در حال رفتن هستش و از این زاویه تکالیف و وظایفی که در قبال ما هستش پس از این انتخابات رو
بررسی خیلی جامع‌تر و عمیق‌تری بکنیم. بنابراین ارزیابی ما از این انتخابات به این مفهوم نباید تلقی بشه که ما الزاماً علاقمندیم که برخوردهای ژورنالیستی بکنیم، یا اینکه مثلا تاریخ رو بررسی کنیم، یا اینکه اصولاً ممکنه برخی ها توهمی نسبت به این انتخابات داشته باشن. به هیچ وجه. این انتخابات هیئت حاکم هست، اصولاً یک انتخابات نمایشی است و اصولاً کل این داستان‌ها هیچ ارتباط مستقیمی به منافع طبقه کارگر نداره. اما در این حال ویژگی‌های این انتخابات باید مورد بررسی دقیق‌تر قرار بگیره. به نظر من یک ویژگی خاصی این انتخابات اخیر داره که متفاوته با انتخابات‌های گذشته و اینم در همین روزها مشاهده می‌کنیم. یعنی به هیچ وجه یک همچی شرایطی ما در گذشته نداشتیم که خامنه‌ای دو روز پیش اومده در سخنرانی در واقع انتخاباتیش که در مراسمی این سخنرانی رو کرده، اصولا از هیچ کدوم از این کاندیداها نام نبرده و اشاره کرده که من نمیدونم چه کاندیدی انتخاب میشه. و این در شرایطی بود که در 4 سال پیش جبهه‌گیری کرده، ولی تلبیهن و غیر مستقیم از احمدی نژاد حمایت کرد. بنابراین این تناقض‌هایی که الان آشکاران ما می‌بینیم که روحانی میاد یه سری سخنرانی‌ها دیروز در تلویزیون می‌کنه و عارف از یک طرف، از جناح اصلاح طلبا و جناح‌های هیئت حاکم که اصولاً یک پارچه وارد صحنه می‌شدن، امروز به چند دسته تقسیم شدن، این نماینگر یک ویژگی و یک بحران مشخصی هستش که امروز هیئت حاکم باش روبرو هست و اینو باید کاملاً مشخصاً ما درک بکنیم تا بتونیم وظایف و تکالیف خودمون رو در راه سرنگونی این رژیم محاسبه بکنیم و تدارکاتی ببینیم. به نظر من 3 عامل مهم شرایط رو متفاوت کرده از گذشته. 1، محاصرات و این به اصطلاح تحریم‌های اقتصادی، اینها تأثیرات عمیقی گذاشته در سطح جامعه و در درون هیئت حاکم، در واقع و در درون طرفداران سرمایه‌دار هیئت حاکمه. یعنی ما برای اولین بار مشاهده می‌کنیم در یک سال و نیم گذشته 2 بار بازار دست به اعتصاب زد. خب این وضعیت بی‌سابقه است دیگه و سرمایه‌داران در واقع صرفاً تهی دستان و طبقه کارگر نیستش که تحت تأثیر این تحریمات قرار گرفته، بلکه خود سرمایه‌داران شاکی هستن و این سرمایه‌داران شکایتشون رو به نماینده‌هاشون میکنن و این نماینده‌ها امروز میبینیم در درون جناح اقتدارگرا به جون هم دیگه افتادن و این وضعیت رو نشون میده که این بحران بسیار عمیق‌تر از دوران گذشته شده. نکته دوم، خب تهدیدات هستش. تهدیداتی که همیشه بوده از طرف اسرائیل که نمیدونم حمله میکنیم و غیره، اینها هم پاسخهایی در گذشته دادن. ولی مهمترین نکته که ویژگی این دوران رو تعیین میکنه مسئله سوریه هستش. مسئله قریب الوقوع بودن سقوط بشار اسد در سوریه است. چرا؟ چون بشار اسد تنها دولتی در منطقه بوده که حامی رژیم بوده و این متحد اصطلاح منطقه‌ای مهمترین عاملی هستش که این رژیم رو در واقع پایدار نگه داشته. بعد اصطلاح کمک‌های متقابل نظامی به حزب الله و حماس و غیره، این رژیم در واقع متکی هستش به یک دولت قوی در منطقه و این با فروپاشیدن بشار اسد در واقع این رژیم نگران هستش امروز. نگران چی هست؟ نگران این هست که پس از بشار اسد نوبت خود این رژیم فرا برسه از طریق حملات یا از طریق فشارهای بین‌المللی. از سوی دیگه یکی از دیگه از دولت‌های حامیشو آقای چاوز هم از دست داده. آقای چاوز فوت کرد و معلوم نیست که این دولت بعدی همون روابط رو با دولت ایران قرار بده و ادامه بده. بنابراین در سطح بین‌المللی 2 حامی اصلی رژیم امروزه از بین در حال فروپاشی هستن یا از بین رفتن و مسئله روسیه و چین هم کاملا نشون داده شده که الان روسیه وارد معامله شده با آمریکا سر مسئله سوریه و بشار اسد رو دارن وارد مذاکره میکنن، احتمالاً به شکلی اینو روانه خواهند کرد و یک دولت جدیدی رو در صدد هستن که اونجا اعمال بکنن و
روسیه هم خب واقعا یک متحد قابل ملاحظه و مهمی برای ایران نمیتونه باشه، چون خیلی ساده میتونه معامله کنه با آمریکا و پشت ایران خالی کنه. بنابراین هیئت حاکم امروز بیش از هر دوره دیگه نگران فروپاشی نظام هستش از نقطه نظر به اصطلاح کادرهای درونش، و این مسئله ویژگی امروزه این رژیم هسته. و این داستانهایی در مورد بحثایی که امروز ما میبینیم که کاملا بی سابقه هستش در درون هیئت حاکم و این حزب‌گرایی‌هایی که ایجاد شده و مثلا فرض کنید رفسنجانی، به نظر من یکی از کسانی هستش که میتونست این رژیم رو از طریق مذاکرات و ارتباطات بین المللی و غیره از مخاطره نجات بده. ولی دلیل این که این به این شکل حذف شده، این نشان دهنده این هستش که در درون هیئت، در درون باند خود خامنه‌ای یک سلسله مشکلات خیلی عمیقی وجود داره که در گذشته نبوده. این رژیم دیگه مثل سابق، مثل حتی چند سال پیش، یک رژیم آخوندی سرمایه‌داری یا تحت کنترل روحانیت دیگه نیست. این رژیم کاملا نظامی شده و این تمام سپاه پاسداران، فرماندهان، اینا تمام از اجزای در واقع تصمیم گیرنده رژیم قرار گرفتن و اینها در واقع اعمال نفوذ دارن میکنن. بنابراین یه مقداری تفاوت‌هایی با سال‌های پیش داره این رژیم، ولی رژیم کاملا تحت کنترل نظامیان امروز قرار گرفته. و از این زاویه هستش که خود خامنه‌ای و روحانیت، اصولا باند روحانیت، اقتدارگرا که دوربر خامنه‌ای هستند، اینها با ملاحظه برخورد میکنن و این امکان کودتا از طرف این نظامیان وجود داره، از همچنین امکان برکناری خود این آخوندها از خود این شرایط میتونه به وجود بیاد اگر اینا با ملاحظه برخورد نکنن. از این زاویه یک سلسله ملاحظاتی صورت گرفته، حذف بسیاری از این اصلاح طلبا یا به خصوص رفسنجانی مرتبط به این وضعیت بحرانی در درون خود رژیم. حالا اون چیزی که برای ما مهم هستش این هستش که ارزیابی بکنیم آیا این رژیم با در توجه به این مسئله که وضعیت بحرانی داره و نگران فروپاشی خودش هست پس از سقوط بشار اسد در سوریه، آیا این چرخش خواهد کرد به سمت سوی نظام امپریستی و این معاملات به اصطلاح هسته‌ای و غیره رو به پایان میرسونه یا نه؟ به نظر من اگر در حیات این رژیم در خطر باشه، همانطور که در زمان خمینی بود، اینها قابلیت این دارن که سازش کنن با امپریالیسم و این کار خمینی کرد، اون جام زهر رو نوشید و این خود خامنه‌ای و دار دستم این کار رو خواهند کرد و اینها آمادگی این کار رو دارن. اما برای این چرخش، این چرخش ساده‌ای نخواهد بود، چون اگر چرخش خیلی سریع اتفاق بیفته، مثلا اگر خامنه‌ای توافق کنه که رفسنجانی بیاد این چرخش رو انجام بده، واضحه که پایه‌های حزب الله و این نظامیان رو از دست خواهد داد و اینها در واقع ممکنه علیه خودش شورونده بشن. و از این نقطه نظر یک تناقض و یک سلسله مسائل بحران عجیبی در داخل خود هیئت حاکمه امروز ما مشاهده میکنیم و این به اصطلاح نتایج مشخصی خواهد داشت. اگر این چرخش صورت بگیره، واضحه که یک سلسله امکاناتی برای جنبش کارگری و مبارزات طبقه کارگر ایجاد خواهد شد در آتیه، و اگر نه، این چرخش صورت نگیره و تداوم پیدا کنه وضعیت، واضحه که به اصطلاح سناریو سیاه خواهد بود از این نقطه نظر که امکان حمله نظامی و پس از سقوط بشار اسد، حمله نظامی یا اینکه تهدیدات امپریالیستی در دوره بعد دامن زده بشه. بنابراین از نقطه نظر ما، من جمع‌بندی میکنم، از نقطه نظر ما تجزیه و تحلیل مسائل امروز ایران برای وظایف خودمون در راه تدارک انقلاب آتی بسیار حائز اهمیت است. متشکرم از شما آقای ماجرازی. بسیار جالبه. اگر اجازه بدید این انتخابات رو همه شما هم از زاویه حکومتی بهش نگاه کردید، هم زاویه منافع مردم، اگر اجازه بدید اینو یه مقدار بیشتر بشکافیم. سوال بعدی رو بذاریم که اصلا این انتخابات برای حکومت چه معنایی داره، بعد برای مردم میتونه چه تأثیری داشته باشه، و در نهایت ببینیم چه راهکار رو ما به عنوان نیروهای مخالف اپوزیسیون میتونیم داشته باشیم که تأثیری باشه برای در واقع به سمت و سو و منافع مردم. اگر اجازه بدید پس سوال ما با این مطلب آغاز کنیم و
در واقع پرسش این باشه که این انتخابات برای حکومت چه معنی داره. به رفسنجانی اشاره داشتید شما به اینکه رفسنجانی در واقع تایید نشد، جزء لیست در واقع فیلتر شده شورای نگهبان نبود، رحیم مشایی همینطور، اختلافات درونشون به شدت پیدا کرده اشاره بود و اینکه خود خامنه ای اعلام کرده که من نمیدونم کی قراره در رئیس جمهور بشه. مصطفی تایزاده از زندان اطلاعیه داده و گفته که در واقع بهترین راه این که شرکت نکنیم. اختلافات و هنوز در واقع نمایندگان اصلاح طلب که باقی مانده نمایندگان اصلاح طلب مثل روحانی و عارف به تفاهم نرسیدن، نمایندگان اون جناح هم به تفاهم نرسیدن که بخشن در واقع همدیگر رو سپورت کنن. یک وضعیت نابسامانی داره. اشاره هایی هم شد به اینکه تحریم اقتصادی است، تهدید نظامی و منطقه‌ای و غیره. حالا اجازه بدید برگردیم ببینیم شما این رو به چه شکل ارزیابی میکنید. خانم سریا شهابی، این انتخابات برای حکومت چه معنی داره و این اختلافات رو چجونه شما ارزیابی میکنید؟ بفرمایید. مرسی. به نظر من سوال اصلی اینه. دوستان صحبتهایی کردن که خب من یه ملاحظاتی دارم بر صحبتهای اونا، اینجا فقط یه اشاره میکنم بعد میرم رو جواب سوال شما. ببینین رفیقمون مازیار رازی میگه که خب باز شدن بازار جهانی، باز شدن ایران به بازار جهانی اونجوری که من فرمولش میکنم برای طبقه کارگر خیلی مثبته. من میگم الزاماً نه، میتونه مثبت باشه میتونه منفی باشه، بسته که داره جنبش های مترقی، جنبش کمونیستی، جنبش کارگری چی کار کنه. شما رو ممکنه برگردونن به بازار جهانی و بعدم بگن یک دوره سازندگی کارگری که امسال درست میگم در مورد تحریم صحبت میکنیم بکشونتون مثل چین کار کنید. نه، الزاما به نفع طبقه کارگر نیست. بستگی داره جنبش کارگری ازش چه استفاده میکنه. هیچ برگه تضمین شده ای به شما داده نشده که این شرایط برای ما بهتر خواهد بود. ببینید دعوا بر سر چی؟ من با این تعبیر مسئله دارم که خود به خود اینا شرایط رو برای انقلاب فراهم میکنه، خود به خود اینا شرایط رو برای پیشروی جنبش انقلابی فراهم میکنه. اینطوری نیست. بستگی داره که جنبش های انقلابی، جنبش طبقه کارگر، جنبش کمونیستی و اپوزیسیونی که در رأس اینا قرار میگیره چه میکنه. اگه مثل سبز بکنه همون میشه. حالا من در مورد سبز صحبت میکنم. اون جنبش پیروزیش بر کرسی نشوندن موسوی بوده. چقدر فریاد مرگ بر جمهوری اسلامی هم سر داده باشین اون تعیین نمیکنه. همونجوری که تعیین نمیکنه تو صف خمینی، هزار بار شما بگین زنده باد سوسیالیست، جنبش خمینی رو به قدرت میرسونه. به هر حال من میخوام بگم که یک خوشبینی خیلی خیلی مفروضی توی بخشی از اپوزیسیون هست که این الزاما یه چیز خوبی از توش در میاد. ممکنه در بیاد، ممکنه بستگی به دست اینکه شما چه کار میکنید. من فکر نمی کنم آروم میگذره. من فکر میکنم خیلی شرایط پیچیده، از خودشون جراحی میکنن، منقبض‌تر میشن. من فکر میکنم، من میگم مردم محافظه کار شدن، نفرت میلیونی مردم انکارناپذیر. کسی نمیخواد جمهوری اسلامی رو افشا بکنه. انتخابات رو افشا کردن عقبه. منتها چیزی که مردم رو محافظه کار کرده اتفاقا شکاف غربه. شما اگر که شما سرنگونی جمهوری اسلامی رو می‌خواید، ولی سرنگونی که به زور ملیتاریسم خودشون نشون بده مردم رو عقب میزنه. تا همین الان عقب زده. اگه سوریه نبود و اگه عراق، اگه لیبی نبود و عراق نبود، خیلی جنبش‌های انقلابی تو ایران، جنبش طبقه کارگر، جنبش خلاصی فرهنگی، جنبش زنان، تا الان جمهوری اسلامی رو انداخته بودن. به هر حال می‌خوام بگم که من با این خوشبینی که ببینین همه رو سر انتظار گذاشتن، همه جنبش های اعتراضی رو در انتظار گذاشتن ببینیم این انتخابات به کجا میرسه، کجای این صورت مسئله جنبش انقلابی. منتها این انتخابات خیلی مهمه، به نظر من اصلا نمایش نیست، یه دعوای واقعی تو بالاست، دعوای مطلقا فقط بالاست. دعوا بر سر چیه؟ رفیق امیر پرسیدن. دعوا بر سر این هستش که چطوری ایران به سوخت و ساز بازار جهانی سرمایه به عنوان یه پارتنر بی دردسر برگرده. این دعوا قدیمیه، 30 سال این دعوا داره، این شکافی که با غرب دارن نظر اقتصادی. و این تحریم ها، خب دوستمون رفیق مازیار میگه که برای طبقه کارگر گشایش میشه. من میگم تحریم ها رو بردارن زندگی مردم بهتر میشه. چرا کسی به اون کاری نداره؟ این که این آگاهانه با نقشه بوده، فشار بحران اقتصادی و فشار خود سرمایه‌داری تو ایران به جای خود،
این تحریما رو آوردن، دارو، همه زندگی مردم رو گرو گرفتن. این انتخابات تو شرایطی برگزار میشه که زندگی 70 میلیون نفر، زندگی اکثریت محروم جامعه ایران گرو گرفته شده توسط دو تا جنبش ارتجایی، یکیش جمهوری اسلامی، یکی هم میلیتاریسم غربی، و وایستادن که ببینن که این به کجا میرسه. امید بستن به این فضا، وهم خطرناکه، حتما به هم میریزه، حتما یه جریان کمونیستی باید بگید من چی کار میکنم. دعوا بر سر این هستش ایران چطوری به غربم تحریم اقتصادی و غذا و داروی مردم ایران رو گرو گرفته، و در این حال مسئله خاورمیانه رو بهش اشاره میکنیم. که شما با من بساز، دعوا بر سر این هستش ایران چطوری برگرده به و سازش بکنه و این شکاف بشه. رفسنجانی امیدی بود براشون، نه فقط امید اونا، امید اکثریت اپوزیسیون بود. اینا رفتن تو کما همه که این رفسنجانی بتونه این پل رو فراهم بکنه. منتها خود غرب میدونه، آمریکا میدونه، بهترین تنها کسی که بتونه اینا باش سازش کنه خامنه ایه. و میکنن این کارو، میتونن. خامنه ای میتونه جام سر بکشه تو این پروسه، از خودشون جراحی بکنن امکانش هست. منتها یه زخم به صورت خودشون بزنن، مابزای اجتماعیش الزاماً برای مردم فضای باز سیاسی نیست. شما چی کار میکنید؟ شما وظیفتون این هستش که سنگر ببندید، موازش باستاب جدال ارتجاعی تو بالا تو صفوف شما قربانی نگیره. و مهمترین جا کردستانه که توش کمونیسم جنبش قویه. نه اینکه من میرم وای میسم این قوره کشی ایشالله شلوغ میشه تو خیابون، منم میبرم وسط، میرم اون تو، منم میگم زنده باد سوسیالیسم. وقتی که یه عده دارن میگن زنده باد رفسنجانی، همه دنیا میگه این جنبش رفسنجانی، همه دنیا داره میگه این جنبش موسویه، رهبران سبزن. من برم قاطیشون بگم انشالله چیز میشه. یه جریان کمونیستی آگاه این کارو نمیکنه. این سم، این خودکشیه. ما دعوا بر سر این هستش، این دعوا قدیمی ایران چطور برگرده. و این ساده نیست، این ساده نیست، به خاطر اینکه مسئله خاورمیانه هست، مسئله نقش ایران تو سوریه هست، مسئله نقش ایران تو عراقه، مسئله اینه که سوریه اینطوری نیست بهش بشار اسد نمیره به این زودیا، نه به خاطر اینکه خیلی دیه دیکتاتور ارتجایی، به خاطر اینکه نیروهای عربستان سعودی، سلفیا و القاعده بهشون گفتن کانیبالیست. این جرأت الان اروپا فرمان برده که اسلحه بدیم، روسیه هم گفته منم اسلحه های سنگین تر میدم. محل تخاصم قدرت های بین المللی بزرگتری خارج از خاورمیانه و فعلا که به این صورت هم. میخوام بگم که دعوا بر سر اینه، این دعوا حل بشه یا حل نشه چی به طبقه کارگر میسه، بسته به جنبش های انقلابی، بسته به جنبش کمونیستی و جنبش هیچ چیز، هیچ قوره کشی رو نمیشه کرد. من نمیدونم این تضمین رو چطوری میشه داد که خوب میشه برای کارگر رفسنجانی بیاد، اینا میرن آشتی میکنن و بعدم فضا خوب میشه. به هر حال من مثلا اینه که معذرت میخوام، ما کارزار اپوزیسیون مقابل با اپوزیسیونی رو تو گذاشتیم تو دستور کارمون که ایجاد خوشبینی و امید میکنه نسبت به این دعوا و مردم رو بلا در انتظار و پاسیو منتظر جنگی میکنه که محصولش بستگی داره که شما چی کار میکنید. متشکرم، خیلی ممنون خانم شابید. کاظم نیکخواه، سوال این که این انتخابات چه معنی برای حکومت داره؟ دوست داشتم نظر شما رو هم بدونم. بفرم. بله، ببینید، انتخابات قرار بوده به تعریفی که بالاخره تو قوانین جمهوری اسلامی یا کل سازمانی که حکومت اسلامی داره قرار بوده که یه نمایش باشه، قرار بوده که یه کسی بیان بذارن جلو، یه صندوقایی هم بذارن، شورای نگهبان اونور کنترل کنه، نمیدونم ولی فقیه کنترل کنه، و نهایتاً یه جابجا نمایشی بدن که وانمود کنن تو این جامعه هم دموکراسی هست و احزاب هستن و انتخاباتی هست. ولی اتفاقی که افتاده این هست که عملا جامعه و مردم اجازه ندادن که این دیگه نمایش باشه. الان برای جمهوری اسلامی به نظر من راستش انتخاباتش کابوسه. نه به نظر من، خودشون دارن میگن هر یک سال چندین ماه هست دارن تدارک میبینن که چطور شورش مردم رو کنترل کنن اگه انتخابات شد، چجوری خیابونا رو کنترل کنن، کوچه ها رو ببندن، تهدید میکنن. حتی همین اخیراً کارگرها رو یه دل دستگیر کردن بردن زندان، رهبران کارگری رو، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه تو این اوضاع تکون نخوره، بالاخره یه جابجایی بکنن ولی اوضاع تکون نخوره. من میخوام بگم که اینجور نیست که این دعواهای اینها به خودی خود به اصطلاح
فرصت ایجاد میکنه و مبارزات مردم، بیرون اومدن مردم محصول این شکاف هاست. برعکسه، قبلا هم تاکید کردم، مبارزه مردم، خشم مردم، انزجار بخش وسیع از مردم و به ویژه طبقه کارگر که زیر فشار شدید اقتصادی هست و کل وضعیتی که جمهوری اسلامی داره فضای ایجاد کرده که اینا به جون هم بیفتن. این رو اگر نبینیم کل همه چیز به هم میریزه، همونطور که تو صحبتهای به نظر من دوست عزیزمون سریا شهابی به هم ریخته است، همه چی وارونه است. و یا همه دنبال اومدن میگن زنده باد رفسنجانی، کسی نباید بره بگه زنده باد انقلاب، زنده باد مرگ بر جمهوری اسلامی. برعکسه، اگر رفسنجانی ستون اصلی این جمهوری اسلامی رو جرأت نمیکنه بیاد بیارنش جلو، در صورتی که میخوان بیاد و برای یه پلتفرم نمیدونم سازندگیشو و مذاکره با غربش و غیر و غیر و پیش ببره، به خاطر اینکه آب از آب تکون نخوره، که جامعه ای که داره میجوشه به اصطلاح بتونه به هم بریزه، فرصت ایجاد کنه. به همین دلیل قبلا اشاره کردم که چیزی که تغییر کرده الان کل وضعیت جمهوری اسلامی هست و در نتیجه این انتخابات یه اپیزودی هست تو کل اوضاع سیاسی. اگر ما بخواییم به جامعه نگاه کنیم، قبلش مبارزه بود، ما مبارزات مردم مریوان داشتیم، اعتصابات کارگری متعدد داشتیم، دفاع از مبارزه علیه اعدام رو داشتیم، تجمع خانواده های زندانیان سیاسی رو داشتیم، مبارزه درون زندان ها رو داشتیم و تو انتخابات هم میتونه اینا گور بگیره، بعدش هم میتونه بگیره. تفاوتی که کرده دیگه، برای جمهوری اسلامی قبلا اگر انتخاباتش رد میکرد دیگه خودشو نگه داشته بود. به نظر من الان انتخاباتش هم رد کنه خودشو نگه نداشته. من کاملا تصویر عکسی دارم از این تحولات اجتماعی تا این چیزی که گفته میشه. به نظر من جامعه و بخش‌های مختلف جامعه بسیار متعرض‌تر از این هستن و این انتخابات در نتیجه مفهومش برای جمهوری اسلامی تصفیه حساب‌های درونی هست، ولی تصفیه در این اساس مسئله اینه که کابوسی شده که چطوری چیزی رو که قرار بوده یه نمایش ساده باشه و بیان رو مثل زمان شاه یه چیزی بذارن صندوق بذارن تمومش کنن، شده به اصطلاح کابوسی که میتونه اوضاع جمهوری اسلامی به هم بریزه. نه انتخابات به هم بریزه، مردمی که قبل از انتخابات متعرض بودن، مردم به خاطر انتخابات به اصطلاح خشمگین نشدن، متعرض نشدن، مبارز نشدن، انقلابی نشدن. یه جنبش سرنگونی عظیمی تو اون جامعه وجود داره که کسی که اون رو نبینه نمیدونم دیگه چی رو میخواد تو سیاست ایران ببینه. جامعه‌ای که داره میجوشه از اعتراض، از خشم، که خود کیهان شریعت مداری، همین حسین شریعت مداری همین چند روز پیش گفته بود که مردم اومدن تو خیابون گفتن که موسوی نشانه است، اصل موسوی بهانه است، اصل نظام نشانه است. و این واقعیت سال 88 بود و الان بحث سر میگفتم خود انتخابات نیست، بحث سر اینه که این حکومت به جای رسیده که حتی اگه انتخاباتشو از سر بگذرونه فردا جلیلی بیاد سر کار، اون یکی بیاد، روحانی بیاد. با این اوضاع بنبست جمهوری اسلامی و با این فضای خشم و اعتراض جامعه چه کار میخواد بکنه؟ پاسخ کارگری رو که دستمزدش 2 میلیون میخواد ولی الان دستمزد 4-5 برابر چندین برابر زیر خط فقر داره میگیره، چی میخوان بدن؟ و این کارگر منکوب شده و تسلیم شده نیست. زنانی که اعتراض دارن تسلیم شده نیستن. آپارتاید جنسی رو نتونستن به این جامعه تحمیل کنن و مردم زنان هم سرشون رو بندازن زیر و برای خودشون و بگن دیگه کاری نمیشه کرد. برعکسه، هر روز دارن لشکرکشی میکنن علیه زنان تو اون جامعه، هر روز دارن لشکرکشی میکنن علیه جوانان تو اون جامعه، علیه دانشجویان تو اون جامعه و به ویژه ستون اصلیش که کارگرها هستن. کارگر مبارزه سیاسی مستقیمی تا حالا وارد نشده، ولی همون اعتراضاتی که هر روز داره تو کارخونه، خیابون بستن، نمیدونم راهپیمایی، تجمع مقابل مراکز حکومت میکنه، اینا داره نشون میده که فضای جامعه چی هست و کجا داره میره. در نتیجه میخوام بگم که در پاسخ به سوال شما که این انتخابات معناش برای جمهوری اسلامی چی هست، به نظر من معناش این هست که جمهوری اسلامی میخواد جابجایی ساده ای تو حکومتش بکنه و نمیتونه، مجبوره
به اصطلاح صفوفش بیشتر به هم بریزه، به خاطر اینکه زیر فشار عظیمی از پایین هست و این واقعیت فضای سیاسی ایران هست که داره تو زندان سیاسی، تو فضای کارگری، تو مبارزات زنان خودش رو نشون میده. این دیگه نه جناح مردم دنبال، به نظر من راستش کسی که فکر میکنه امروز میلیونی مردم میرن دنبال یک جناح جمهوری اسلامی، حتی از 10 سال پیش عقبه. 10 سال پیش یک مردم پشت سر جمهوری اسلامی نبودن، 15 سال پیش مردم پشت سر میلیونی پشت سر جمهوری اسلامی نبودن، چه رسه به امروزش یا سال 88ش یا غیره و غیره که واقعیتش این هست. معلومه بالاخره جمهوری اسلامی به اصطلاح میتونه همیشه چند صد هزار نفر نیروی خودشو جمع بکنه، یه دیران زیر فشار و تهدید جمع بکنه، ولی مردم نمیرن جناح جمهوری اسلامی. مردم اگر پا بیرون میذارن میخوان کل جمهوری اسلامی بره کنار، میگن کل نظام نشانه است، همون چیزی که حکومت داره اعتراف میکنه ولی دوستان ما نمیخوان ببیننش. متشکرم، خیلی ممنون. خانم فریبا امیرخیزی، این انتخابات برای حکومت چه معنایی خواهد داشت؟ من فکر میکنم که خب هر کدوم از رفقا یه بخشایش رو گفتم، ولی به نظر من انتخابات آتی که پیش روی جمهوری اسلامی هست و فکر میکنم که ویژگی های خاص خودش رو داره توی پروسه تاریخی جمهوری اسلامی، حکم شمشیر دولبره داره برای جمهوری اسلامی، و چون که موضوع امروز جمهوری اسلامی موضوع هست و نیست هستش و موضوع تعیین تکلیف با خودش و بقای خودش هستش، از این زاویه انتخابات جمهوری اسلامی مثل چاقوی دولبه‌ایه که عمدتا هم جمهوری اسلامی قادر نیست کنترلش کنه. از یک طرف این انتخابات احتمال اینو داره با شرایط ایران که به ضرر جمهوری اسلامی بشه و هر عملی که جمهوری اسلامی تو مهندسی انتخابات انجام بده باعث بشه که نیروی پتانسیل یعنی انفجاری که بریزه، من حالا منظورم این نیست که این پتانسیل خود به خودی لزوما میتونه به صورت خود به خودی جامعه رو عوض کنه که هرگز اینطور نخواهد بود، ولی به هر حال خطر آفرین هست برای بقای جمهوری اسلامی. و از طرف دیگه این شمشیر دولبه بخش اون طرفش هم این هستش که احتمال این رو داره که با اون بتونه جراحی بکنه و بتونه بخشن یه سری از شکافهایی رو که داره ببنده. البته تلاش جمهوری اسلامی این هستش که از این استفاده بکنه و به وسیله گرفتن هم مشروعیت داخلی، یعنی کشوندن مردم، البته اینطور که معلومه در یک پروسه بی سر صدا پای صندوق‌های رأی، هم مشروعیت داخلی بگیره هم مشروعیت بین‌المللی، که لزوماً تا به امروز نشون داده که نزدیک کردن و اتحاد بخش‌های مختلف درون هیئت حاکمه برای به وجود آوردن حتی چنین نمایشی هم برای جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست توی شرایط حال حاضری که جمهوری اسلامی داره، با میزان بالای اختلافاتی که درون هیئت حاکمه جمهوری اسلامی هست و میزان مشکلاتی که در شکاف طبقاتی که داره و مشکلاتی که تو صحنه بین‌المللی داره. از کلی‌گویی‌ها بخوام بگذرم، به نظر من بحران مشروعیت جمهوری اسلامی، شکاف عمیق درون هیئت حاکمه و در کنار این که فقط بازیگران انتخابات آتی ما در درون هیئت حاکمه یا مردم نیستن و ما بازیگران بین‌المللی هم داریم، موضوعی نیستش که به یکی از این آیتم ها بستگی داشته باشه و ما نمیتونیم روی یکی از اینا حساب کنیم. رفقا گفتن که اگر که شرایط بحرانی پیش بیاد یا به قول ما بحران انقلابی پیش بیاد، لزوما به شکل خود به خودی قادر نیستش تبدیل بشه به یک تغییر انقلابی یا اونجور که ما دلمون میخواد منجر بشه به یک اوضاع انقلابی. این واقعی هستش. جمهوری اسلامی هنوز به نظر من ذخایری برای این داره که بتونه به قول معروف حکومت خودش رو ادامه بده و این انتخابات عملا فرصتی هستش که بتونه از اون استفاده کنه، تجدید قوا بکنه، یه زمانی بخره. ولی این به معنای این نیستش که خودش هم این رو به خوبی میدونه که این به معنای این نیست که بتونه بیشتر از این
ادامه بده این شرایط سخت بحرانی خودش رو. از این زاویه من فکر میکنم که موضوع جمهوری اسلامی ساده نیست گذروندن این انتخابات، حتی اگر خود مقوله انتخابات رو هم بگذرونه به معنای این نیست که بتونه تضادهایی که پیش اومده رو پشت سر بذاره. اما در این میان به هر حال وظیفه ما نیروهای انقلابی هم نه زمین گذاشته میشه و بی تأثیر، همونطور که رفیقمون سریا اشاره کردن، جمهوری اسلامی به صورت خود به خودی از صحنه بیرون نخواهد رفت. به هر حال یا به همت دخالت های بشر دوستانه توی گیومه حکومت های امپریالیستی و غربی از صحنه برداشته میشه، یا به وسیله مردم و به وسیله یک انقلاب آگاهانه، که خب قاعدتا ما تلاشمون این هستش که هر نوع تغییر و تحولی رو به سمتی سوق بدیم که اون رو بتونه به سمت تحولات انقلابی پیش ببره، و این خواستی هستش که ما امروزه باید جلو بذاریم. و من فکر نمی کنم که صرف بررسی کردن اوضاع انتخابات برای جمهوری اسلامی هستش که امروز جواب میده. امروزه وظیفه ما این هستش که اوضاع رو اونجوری که به نفع ما هستش، و این اوضاعی رو که میتونه در کمال اینکه خیلی بد هستش و به ضرر فرودست‌ترین بخش‌های جامعه هستش و اونها بیشتر از همه دارن متضرر میشن، به عبارتی به نفع اونها دوباره تغییرش بدیم. و این وظیفه کسی نیست غیر از کمونیست‌های آگاه انقلابی که وظایف خودشون رو زمین نمیذارن و به دوش سایر طبقات اجتماعی هم نمیبینن. من البته اینطور فکر نمی‌کنم که اگر خیزشی به وجود اومد وظیفه ما اینه که منزه بشینیم و وارد نشیم، کما اینکه این خیزش 88 هم که پیش اومد من موافق نیستم که وظیفه ما نبوده که درونش بریم، حتی اگر اینجوری حساب بکنیم که من 100% اینجوری نمیبینمش، ولی اگر عمدتا نیروهای طبقاتی دیگه‌ای هم توی خیزشی شرکت دارن یا به هر دلیلی شکاف‌های درون هیئت حاکمه نیروهای دیگه‌ای رو به صحنه بکشه، وظیفه نیروی آگاه این هستش که دخالتگری کنه و جهت بده به اون، حتی جنبش‌های خود به خودی به سمت اینکه نیروهای طبقاتی دیگه، یعنی نیروی طبقاتی طبقه کارگر رو به صحنه بیاره. من می‌خوام روی یک نکته تاکید بکنم، چون که به هر حال اون چیزی که مهم هستش، من دارم از زاویه منافع زنان صحبت میکنم و از زاویه اینکه ما به عنوان بخشی از جامعه که منافع زنان رو در اولویت میبینیم، اینجوری باید بگم که امروزه علاوه بر اون ستمبرزنی که دیرک اصلی جمهوری اسلامی، یکی از دیرک های جمهوری اسلامی بوده در این ستم و استثمار 30 سالهی که به پیش برده، مسئله ستمبرزن بوده و امروزه وجه اوریان و واقعا غیر قابل تصوری که این ستمگری در درون جمهوری اسلامی به خودش گرفته، ما رو موظف کرده و به ما این نهیب رو میزنه که جمهوری اسلامی چقدر ترسان هستش از این نیرو. ببخشید که من اگر زیاد وارد بحث شدم. خواهش می‌کنم. خیلی متشکرم شما. مادیار راضی، این انتخابات شما در دور قبلم اشاره‌ای داشتید. مشخصاً این انتخابات برای حکومت چه معنایی داره؟ این درگیری‌ها، اختلافات و غیره، چگونه اون رو ارزیابی می‌کنید؟ بفرمایید. بسیار خب، من قبل از پاسخ به این پرسش شما که بخشنم در بخش قبلی اشاره کردم، فقط میخواستم اشاره بکنم به این نکته‌ای که ثریا شهابی در مورد بحث من کرد. ایشون گفتن که من بر این باور هستم که اگر تغییر تحولاتی رخ بده در جامعه ایران، این تغییر تحولات تأثیرات بسیار مثبتی خواهد داشت در جنبش کارگری. خب من همچی حرفی نزدم، با عرض معذرت. نمیدونم، این دوستمون حتما پولمیک داره میکنه با اون یکی جناح حزب کمونیست کارگری و غیره. این نکته رو به من استناد داد که همچی حرفی نزدم که نبارش هست، و فقط میتونن گوش بدم. بحثی که من کردم این بود که متفاوت خواهد بود وضعیت جنبش کارگری. خب تفاوتم خب واضحه، چرا تفاوت خواهد کرد؟ اگر دوره یک به اصطلاح دوران، مثلا فرض کنید اصلاح طلبان دوران رفسنجانی، حتی خاتمی رو مقایسه کنید به دوران احمدی نژاد، خب تفاوت ها رو کاملا میشه مشاهده کرد. در یک بخشی، در یک دوره‌ای
وظایف کمونیست ها مشخصاً این هستش که از خودشون صرفاً دفاع کنن و تمام اعضا و تمام رهبرانشون در زندان هستن، مجبورن دور خواست دفاع از زندانی سیاسی مبارزه بکنن و در یک دوره‌ای که یک سلسله گشایش‌ها ایجاد میشه یک سلسله وظایف دیگه ایجاد میشه. نه به این مفهوم که مثبت هست، کسی هم چه حرفی نزد، بحثر این هستش که این نکات، این شرایط، تغییر شرایط وظایفمون رو متفاوت میکنه، ولی وظایف ما همچنان مثل سابق هست. وظیفه ما سرنگونی استیلای سرمایه‌داری و استقرار حکومت کارگری است و این سرنگونی مفهومش این هستش که یک ابزاری باید ایجاد بشه برای این سرنگونی و یکی از وظایف عمده استراتژیک ما در واقع تشکیل اون ابزار هست. اون ابزار هم حزب پیشتاز انقلابیه که متاسفانه امروز در جامعه ایران وجود نداره، در خارج هم وجود نداره. این احزاب قلابی که ساخته شدن در از 20 سال گذشته اصولا هیچ ارتباطی به جنبش کارگری ندارن و قادر نخواهند بود در شرایطی که تلاطمات اجتماعی ایجاد میشه رهبری کنن جنبش کارگری، چون جنبش کارگری و رهبران جنبش کارگری این احزاب اصولا قبول ندارن. بنابراین یکی از وظایف اصلی ما که صحبت میشه که چه کار باید ما بکنیم، دقیقا در شرایط متفاوت و در شرایطی که امروز هم هستش وظیفمون یکسان است، یکیست و اون وظیفه در واقع ساختن حزب پیشتاز انقلابی برای تدارک انقلاب. تا این حزب به وجود نیاد، تا این تدارکات در واقع به شکل مشخص در درون طبقه کارگر و در از طریق عناصر آگاه و سوسیالیست طبقه کارگر ایجاد نشه، سرنگونی این رژیم امکان پذیر نخواهد بود. صرفا این توهمی بیش نیست. این احزابی که به وجود اومدن و پایه اجتماعی کارگری ندارن نمیتونن در دوره آتی نقش مهمی در تلاطمات اجتماعی ایفا کنن. اجازه بدید معذرت میخوام، من صحبت رو قطع میکنم. اگر روی این موضوع حکومت ما رو نگاه کنیم، بعد من سوال بعدیم وضعیت نگاه از زاویه مردم هست و بعد بخش آخر راهکاریه که میتونین پیشنهاد بدین، اونجا شاید به این موارد بتون راحت‌تر توضیح بدین. پس اگر اجازه بدید روی این بحث فعلا تمرکز داشته باشیم. بفرمایید. در مورد حکومت من اشاره کردم قبلا، مسئله‌ای که هستش این حکومت دچار تناقض شده. از یک سو به دلیل مشخصا تحولات اخیر در منطقه به خصوص مسئله سوریه دچار ترس و واهمه ای شده که پس از سقوط اسد امکان این هست، امکان این خیلی بیشتر است که نوبت ایران فرا برسه و اینها وارد به اصطلاح یک سلسله تدارکات برای توافق و تحولات نوین میبینن و خودشون رو رژیم رو حفظ بکنن. و از این نقطه نظر در درون رژیم الان دیگه صرفا جناح اصلاح طلب و اقتدارگرا نیستش، در دل اقتدارگرایان هم جناح‌های مختلفی شکل گرفته و این جناح‌ها به این مفهوم شکل گرفته که یک جناحی از اقتدارگرایان بر این باورن که باید همون سیاست‌های قبلی رو ادامه بدن، اینها عموماً بخش نظامی این رژیم هستن، و یک جناح دیگه، یک بخش دیگه از همون درون اقتدارگرایان بر این باورن که باید چرخشی ایجاد بشه که حفظ بشه رژیم. از این نقطه نظر این تناقضی که وجود داره و این چیزایی که امروز ما میبینیم ناشی از این هستش. به نظر من جهتگیری اصلی رژیم، جهتگیری هیئت حاکم که به دور باند خامنه‌ای هست، بر این اعتقاد استواره که باید این تبانی صورت بگیره برای حفظ نظام و از این زاویه این تبانی باید از طریق کسانی صورت بگیره که این چرخش رو بتونن خوب اعمال بکنن و این چرخش ساده‌ای نخواهد بود برای هیئت حاکم، چون اگر این چرخش رو به سرعت انجام بدن، یعنی مثلا در همین چند روز گذشته اگر خامنه‌ای میومد اظهار میکرد که رد صلاحیت رفسنجانی بلامانه هستش و رفسنجانی مطمئنن رئیس جمهور میشد، واقعیتش این هستش که پایه‌های حزب اللهی رژیم و نظامیان امکان این رو بسیار داشتن که حتی کودتا کنن علیه خامنه‌ای. بنابراین نمیتونه خامنه‌ای چرخش رو خیلی سریع انجام بده، به ناچار مجبور از مهره‌های خودش رو اعمال بکنه، ولی اون مهره‌ها مثل مثلا سعید جلیلی
یا کسی دیگه شبیه این، اینها اینو به تدریج اعمال بکنن و این به اصطلاح تبانی صورت بگیره. خب واضحه که در یه همچی شرایطی که این ریاست جمهوری شکل میگیره، شرایط بسیار ویژه و پیچیده ای هستش که متفاوته با دوران گذشته. از نقطه نظر ما کمونیست ها، مسئله ارزیابی و تحلیل ما بر این اساس باید متکی بشه که اگر این تحول، این سناریوها رو باید از حالا در نظر بگیریم که اگر این سناریوی سازش صورت بگیره چه اقداماتی ما از امروز باید بکنیم که این اگر این اتفاق افتاد چه وضعیت طبقه کارگر رو در راه ساختن حزب و تشکیلاتش فراهم بیشتر بیاریم، و اگر این سناریو سیاه جلو بره و اگر قرار جنگی بشه، حمله نظامی بشه، چه اقداماتی از امروز باید انجام بدیم برای این تحولات آتی. بنابراین از این زاویه هستش که ما ارزیابی میکنیم مسئله تحلیلای مشخصی که امروز مطرح هستش. بسیار سپاسگزارم. خانم سوریا شهابی، فقط محبتی کنید اگر متمرکز بشیم حداقل بتونیم جوابای مشخص رو بگیریم. دور قبل خب صحبت کردیم که انتخابات برای حکومت چه معنایی داره، از دید مردم و برای مردم چه معنایی خواهد داشت. آیا شما به هر حال با این شرایطی که هست، خیلی ها هستن الان صحبت از این میکنن که به خاطر مهر روی شناسنامه و عقدنامه و نمیدونم جهیزیه و این غیره مردم رو دعوت میکنن، یا شاید به هر حال پیشنهاد میکنن که پای صندوق ها برن، در این حال میگن که رأی دادن به رژیم رو به هر حال منع میکنن. این رفتن پای صندوق ها به هر دلیلی، آیا به نظر شما مشروعیت دادن به حکومت نیست؟ آیا حکومت الان نیاز نداره به این که به هر حال پروژه های خودش رو مثل مسئله هسته ای، تداوم در منطقه و به هر حال بحران هایی که باشه هست رو مشروعیت بده با آوردن مردم پای صندوق ها؟ آیا به نظر شما این احتمال داره ما ارتباطی رو ببینیم بین به هر حال وضعیت سال 88 با الان؟ آیا امکان داره که ما شاهد به هر حال حرکت هایی باشیم که در 88 دیدیم، و به هر حال زاویه دید شما رو از این قضیه ببینیم؟ بفرمایید. مرسی رفیق امیر، من سعی میکنم رو سوال فوکوس کنم، اون بخش ملاحظه که رو صحبت دیگر دوستان دارم اونو بذارم آخر سر که به قول شما فوکوس باشه. ببینین، به نظر من از دید اکثریت مردم محروم جامعه که حقوق بگیران، طبقه کارگر، زنان و کسایی که سرنوشتشون رو بالاخره در دستان این حاکمیت منتظر موندن که چی میشه، از دید این مردم الان مسئله مهر شناسنامه نیاز دادن نیست. این انتخابات خیلی سیاسی تر از اون دوره‌ایه که گوشت و نونشون رو گرو گرفته بودن. به نظر من توهمی ندارن به دوران سبز، هم مردم توهمی به موسوی و کروبی نداشتن. برای قابل توجه دوستانی که میگن خیزش عمومی مردم بود، اینطوری نبود. 6 ماه قبل شما بریم ببینین میگن چطوری بازار رو گرم نگه داری، موسوی رو آوردن. موسوی رو من با یکی از دانشجوها تو ایران چت میکردم، میگفت آخه کسی اینو نمیشناسه، ما قبولش نداریم. اپوزیسیونی و مردم امکانگران، حتی اگه فکر کنه که یه خورده فشار کم میشه رو من، میرن شرکت میکنن و نمیشه بهشون خورده گرفت. شما اگه راه حل پیشش نذارید، شما نه به عنوان من و شما فرد، اگه جنبش‌های اجتماعی، اگه طبقه کارگر، اگه کمونیست‌ها، اگه یه آلترناتیو قدرتمندی نبینه بره دنبالش، میره دنبال اونی که امکاناتش بهش اجازه میده. یه ریسمانی رو میندازین توی چنای، هر ریسمانی رو میگیره، مارم باشه میگیره، به خودشو بیاره بالا. منتها یه طیفی از روشنفکران، یک طیفی از شخصیت‌های سیاسی، یه طیفی از اپوزیسیون هست که اون وقت جمهوری اسلامی همینطوری مردم رو نمیتونه بکشونه پای انتخابات، اعتباری نداره. شما اختناق رو بردارین تو خیابون، از هر کی بپرسین فوش میکشه به همه. اینها رو ولی میشه فریب داد، میشه یه پرچم سیاسی داد دستشون، و میشه اون امکانگراییشون رو تبدیل به یک پلتفرم سیاسی و یک حرکت سیاسی عظیمی کرد، مثل جریان سبز. این اتفاق میتونه داشت میافتاد با رفسنجانی. بالاخره رفسنجانی الان حزب توده نامه داده به آقای که شکایت که چرا رفسنجانی رو حذف کرد، نقض حقوق بشر شده، آخ بیاین حقوق بشر آقای رفسنجانی رو احیا بکنیم. مردم امکانگران، ما میگیم نباید رفت، مطلقا نباید بازارش گرم نگه داشت. من اصلا بحثم سر اینه که انتظار این که از این دل انقلاب در بیاد، سرنگونی در بیاد، توهم محض. منتها به معنی این نیستش که به هم نمیریزه، خیلی اتفاقات ممکنه بیفته.
خیلی اتفاق، ما میگیم که مردم همون جوری که توی خرداد 60 میگفتیم سرباز بنی صدر نشید، یعنی سرباز موسوی و چیز نش موسوی و کروبی و برای به قدرت رسیدن آقای رفسنجانی نشید. من میدونم اون سوالی که حل میشه توش قراره که بالاخره ایران به بازار غرب و به سوخت و ساز حتما تغییراتی میکنه. کسی نمیتونه بگه فوز خاتمی با دوران چیز فرق نمیکرد با احمدی نژاد. منتها زندانیا که نمیرن مدیریت زندان شرکت کنن، برن این زندانبانو بیاری برای ما بهتر یا اون یکی بیاری که یکی یه خورده سادیستی نیست، اون یکی کمتره. یه بحث داره که جریان کمونیستی چی کار میکنه که خودش رو مدعی رهبری طبقه کنه. ببینید یه کمونیسمی تو ایران هست خیلی ریشه دارتر و خیلی اجتماعیتر از اون چیزی هستش که رفیق مازیار رازی بهش اشاره میکنه. این احزابم قلابی نیستن، احزاب هر کدوم گرایشات سیاسی دارن، با هم دعوا میکنن، میتونن کاری بکنن، نمیتونن کاری بکنن. بعضیشون به طبقه کارگر ربطی دارن، بعضیشون ربطی ندارن. یه کمونیسم خیلی قوی تو ایران هست که سر بلند کرد تو ایران. چپ از تو ایران اومد بیرون، دانشگاه همشون شدن کمونیستایی بودن که اومدن بیرون پرچم آزادی‌خواهی برابری دادن، زدنشون. جنبش سرنگونی رو زدن. این کسی که این واقعیت رو باور نمی‌کنه، سوال این نیست که جامعه از درون نمی‌جوشه، مردم متنفر نیستن و جامعه ایران هرگز توش سرنگونی اتفاق نمی‌افته. این شکاف با غرب مثل جنگ ایران و عراق جنبش‌های اجتماعی رو عقب زد، یه نونی ریخت انداخته تو کاسه جمهوری اسلامی که متأسفانه بخشی از اپوزیسیون هم امید بسته به این. چرا انتخابات ایران مسئله بی بی سی هم هست، مسئله اوباما هم هست، مسئله انگلیس هم هست، مسئله فرانسه هم هست؟ برای اینکه لیبی هم توش مردم اومدن بیرون اعتراض کنن. ما گفتیم دخالت امپر، میدونم قذافی دیکتاتوره، تمام معادلات انقلابی تو خاورمیانه رو عوض کرد. ایران واکسینه نیست. کسی که فکر میکنه ایران واکسینه است به مردم حقیقت رو نمیگه و نقش رهبر و پیشرو طبقه کارگر و کمونیست‌ها رو نداره، دنبال روه. ما داریم میگیم ایران واکسینه نیست. کمونیسم رو زدن به حاشیه روندن. جنبش کمونیستی عنوان جنس سازماناش رو به حاشیه روندن. جنبش کمونیستی تو جامعه ایران خیلی قویه. الان هر کسی هر جوونی که میخواد کار انقلابی بکنه به خودش میگه چپ و کمونیست و این کمونیسم تئوریا و چیزای خودش رو داره. مطمئن باشین منصور حکمتو پیدا میکنه دوباره. پیداش کرد، یه بار ضربه خورد، این وضع سازمان ها شده. میخوام بگم که ببخشید این در مورد بله برگردیم به همون سال. به عنوان یه سازمان کمونیستی شما به عنوان یه کمونیستا و به عنوان روشن پیشرو یه جایی شما زورتون نمیرسه، میرین تو سنگر دفاعی. خرداد 60 اتحاد مرزان کمونیست گفت هیچ کی از خونه نیاد بیرون، پیکار همه رو برد جنگ تن به تن تو خیابونا. الان خرداد 60 نیست، جمهوری اسلامی تن همچین موقعیتی نیست. وضعیت بسیار خطیره، اتفاقات زیادی میتونه بیفته تو خودشون چیز بکنن. منتها تمام صحبت من اینه که امید بستن به این که از این تخاصم گشایشی ایجاد میشه که جنبش های اجتماعی میگن که تغییراتی صورت میگیره. منتها مهمترین وظیفه جریان کمونیستی این هستش که مردم امکانگرا رو مانع از این بشه که این اپوزیسیونی که منتظر نشسته بپره وسط و یه بهانه پیدا بکنه که تخاصم این دوتا چیز ارتجاعی رو، دوتا جریان ارتجاعی، یک ارتجاع بین‌المللی، یک ارتجاع داخلی، این مردم رو تو این منگنه گذاشتن، اینو بهش اسم انقلاب بزنه، نذار اینا رو برن با خودشون. اینم این موضوع منزه طلبانه نیست. شما میرین توی شرکت میکنید، دخالت میکنید تو حرکت و من به خصوص جایی مثل کردستان که به نظر من کمونیسم شانس داره که بتونه یه پراتیک متفاوتی رو بکنه و اون این هستش که اجازه نده برای طرفداری از آقای رفسنجانی، طرفداری از آقای کروبی و موسوی یا نمیدونم دستجات قومی و مذهبی و ملی و اینا سربازگیری کنن، یا یه دی رو به خاطر اون جوری که احمدی نژاد خرید نون و ایناشون رو گرو بگیره و به وعده اینکه میخوان دور بعد یارانه ها رو بدن بهشون ببره دنبال کاندید احمدی نژاد. به هر حال مردم، گفتم مردم امکانگران، مردم نمیدونم هرجی نیست یا چیزی، ولی شخص ما از الان یک کمپین تبلیغاتی شروع کردیم علیه همه کسایی که از حزب توده و این کنفرانس هایی که دونه دونه میذارن انتخابات آزاد. چی شده بعد از 30 چند سال بحث انتخابات آزاد اومده؟ یکی اینه که ما با اینا مقابله بکنیم، یکی این که شما سرنگونی دارید. تا سرنگونی که به نیروی امپریالیستی بشه، مطمئن باشید یک فاکتورش اون باشه، یک فاکتورش نیروی ناتو باشه، مطمئن باشید آینده ایران بسیار بسیار پیچیده تر از یه چیزی مثل عراق خواهد بود. کمونیست‌ها باید خودشون رو برای این آماده بکنن. متشکرم. قطعا به سال آخری به راهکارها خواهد بود که ما چه تأثیری میتونیم اون اپوزیسیون داشته باشیم. میبخشید
فوکوس نبودم. نه خواهش میکنم، مشکله میدونم، ولی خب به هر حال هدف اینه که کسی هم که گوش میکنه بتونه اون نتایجی رو که میخواد بگیره از این بحث. من سپاسگزارم. کاظم نیکخواه، این انتخابات برای مردم چه معنی داره؟ آیا اشاره داشتی که به هر حال جامعه بر بستر اعتراضاته؟ آیا احتمال داره مشاهده به هر حال حرکتهایی مثل 88 باشیم؟ ببینید، من قبلا هم اشاره کردم اونطور که گفتین، به طور واقعی جامعه ایران الان نگاه کنین، جامعه نیست که نشسته و منتظر یه انتخاباتی بشه و یک جنگ و دعوای تو بالا صورت بگیره و بعد بیاد بیرون. گفت و بنابراین جامعه ایران هم به طور واقعی واکسینه نیست، ولی بنابراین میخوام بگم بحث بر سر اینه که جامعه ای هست که انتظاراتی داره، خواستهایی داره، و از سوریه و لیبی و مصر و تونس و اینا جامعه ایران جلوتره. به نظر من جامعه هست که بخش زیاد، یعنی رهبرانش خواستاشون رو میشناسن، علیه اعدامن، حقوق برابر زن رو میخوان، جدای مذهب از دولت رو میخوان، رفاه برای همه رو میخوان، خیلی از این چیزا. این چیزا هست که همین احزابی مثل ما تو اون جامعه بردن، و دوست عزیزمون مازیار رازی میگه احزاب قلابی، متاسفم با این لحن توهین‌آمیزی که به کار میبره، برای اینکه ما اینجا به عنوان حزب اومدیم دوست عزیز، و نمیدونم شمایی که به هر حال هیچ حزبی رو، یعنی احزاب رو اینطوری باشون برخورد میکنین، بخیر 40 ساله دارین تلاش میکنین یه حزب به قول خودتون کارگری و غیره درست کنین، ولی قرارش روی موضوع تمرکز داشته باشیم انتخابات. بله بله، بله ناچارم موقعی که تو مستقیما دارن یه چیزی میگن یه برخوردی بشه. من متاسفم از این نظر. به هر حال میخوام بگم این جامعه اینطوریه، جامعه ای هست که خواستهایی داره، و این انتخابات و اینها به نظر من نه تعیین کنندن، نه به اصطلاح اینطوری هست که اینها هست، این نمایش انتخاباتی یا مضحکه انتخاباتی به نظر من فضایی رو به اصطلاح باز میکنه برای مبارزه. این مبارزات هست که داره این انتخابات رو میکنه جنگ و دعوای بالای حکومت، اینها رو به جون هم میندازه. و اینکه چه فضایی تو جامعه با این انتخابات به وجود خواهد اومد دقیقا نمیشه پیش بینی. اگر نخواهیم پیشگویی به اصطلاح بکنیم و فقط احتمالات مختلف رو بذاریم جلو، خود این احتمال است، اون احتمال نیست، این احتمال است، من بحثم این هست که با همه فاکتورهایی که شمردیم این جامعه حالت انفجاری داره. خود دوست عزیزمون مازیار رازی هم قبلا گفتن واقعیتش اینه، حالت بحرانی و انفجاری داره و میتونه تو مسیر این انتخابات و جنگ و دعواهای بالایی ها بزنه بیرون، و اگر نزنه بعدش میریزه بیرون. جامعه به شدت ملتهب، به شدت قطبی هست. جامعه صحنه جدال نیروهای ارتجایی فقط نیست، این تصویر خیلی غیر علمی و غیر واقعی و به اصطلاح با شواهد روزمره نمیخونه. جامعه صحنه جدال یه نیروی عظیمی هست، مردمی هست که نون میخوان، دارن تو صف گوشت و اتوبوس و همه جا دارن فریاد میزنن که ما این جهنم رو نمیخوایم، ما فشار رو زنان رو نمیخوایم، آپارتاید جنسی نمیخوایم، فقر و فلاکت رو نمیخوایم، و این هاست که داره فریاد میزنه که لازم نیست ما پیشگویی کنیم. این جامعه امروز نه فردا، تو مسیر ممکنه تو مسیر انتخابات جمهوری اسلامی و جنگ و دعواهاشون به جایی برسه که این خشم مردم بیشتر فوران کنه، نکنه بعدش اینطوری میشه. من میگم شما یه کسی مثل سعید جلیلی رو اینا حکومت بیاره سر کار که پلتفرمش این هست که خامنه ای رو امام باید خطاب کرد، فرض کنیم اینو بیارنش سر کار، یک کسی دیگه شبیه اون رو، آیا جامعه ساکت میشه؟ شکست خورده است؟ به نظرم هیچ ربطی نداره. جامعه به اصطلاح عبور کرده از جمهوری اسلامی و عبور میکنه از اینا. همین جناب سعید جلیلی و امثال هم بیان سر کار، فردا جواب کارگرا رو چی میدن؟ جواب زنا رو چی میدن؟ جواب دانشجو رو چی میدن؟ در نتیجه من میخوام بگم که حرف من اگر تفاوتی داشته باشه،
و یا حرف مثلا در رابطه با سوالی که شما مطرح میکنین، من میگم این جامعه به شدت ملتهبه نقش و ما باید این رو ببینیم. اولین کاری که یه کسی که نمیخواد جامعه عقب بره، تو سنگر دفاعی بی خودی بره، بی دلیل بره، اینه که این واقعیت عیان آشکار جلو چشمش ببینه که تو این جامعه درون زندانهاش دارن علیه رهبر، علیه خامنه‌ای دارن نامه میدن و مصاحبه میکنن، حرف میزنن با نام و نشان درون زندانش، تجاوز میکنن، سرکوب میکنن، اعتصاب و ممنوع میکنن، اعتراض ممنوع میکنن، مبارزه تکون خوردن و ممنوع کردن، ولی حتی درون زندانهاش کارگر و زندانی سیاسی بلند میشه و نامه میده علیه سران جمهوری اسلامی. بهنام ابراهیمزاده داره حرفش مستقیم علیه مردم، علیه جمهوری اسلامی میزنه، نمیدونم بقیه زندانیان سیاسی همینطور. این فضا داره یه طرف چیزی به ما میگه، چیزی به ما به عنوان کسانی که میخوایم رهنمودی به این جامعه بدیم، باید اینا رو ببینیم و نمایندگی کنیم. ما باید زندانی سیاسی رو نمایندگی کنیم، چه امروز، چه درون انتخابات، چه بعدش. این جمهوری اسلامی به جون هم افتاده و اینو باید دید، و این دلیلش همون جامعه هست که داره نمیخواد، داره به اصطلاح بیرون میریزه این حکومت رو، داره توف میکنه این حکومت رو، دیگه قبولش نداره. زن بدون چادر میاد بیرون، میدونه که تو اون کهریزکش شنیده، تجاوزاتش هم شنیده، ولی چند مورد تو این همین 6 ماه گذشته داشتیم که کل به اصطلاح حجاب اسلامی رو انداختن دور، اومدن بیرون، دستگیرم شدن، ولی بازم ادامه دادن. اینا نشانه های یک به اصطلاح فضای انفجاری در اون زیره که داره اتفاق میفته. اینا آدمایی نیستن دیوونه شدن، جامعه ساکته، حالت دفاعی داره، حرفی نداره، عقب رونده شده، باید رفته تو سنگر دفاعی، و بعد یه عده میان، دانشجو میاد اعتراض میکنه، زندانی سیاسی میاد میگه علیه خامنه‌ای حرف میزنه، دخترها میان چادرشون میندازن بیرون. اینطوری نیست مرد. این همه جا اگر به تاریخ هم نگاه کنیم متوجه میشیم که وقتی ما اینجا و اونجا فورانای اینجوری میبینیم، داره به ما میگه که یک آتش فشانی وجود داره که اینا نشانه هاشه. بنابراین خیلی خلاصه کنم حرفم و اینه که به نظر من هم احتمال داره که تو این انتخابات فورانی بشه، و اگر نشه و اگر اعتراضات جوششی نداشته باشه، قطعا به فاصله نه چندان دوری بعد از این انتخابات ما شاهد اعتراضات وسیع کارگران، مردم و به ویژه کارگران خواهیم بود برای رفاه و زندگی انسانی، و به ویژه زنان خواهیم بود، و این فوران فاصله زیادی نخواهد بود که شاهدش خواهیم بود، و باید خودمون رو برای این آماده کنیم. من یه جمله دیگه بگم، انتخابات جمهوری اسلامی رو نباید بایکوت کرد. دوستان از این دیگه هم اشاره کردن، بس فضا جامعه از این گذشته، یک بار این انتخابات های جمهوری اسلامی رو سرش خراب کرده، الان باید کلن بره به طرف این که کل بساط جمهوری اسلامی یا انتخاباتش رو جمع بکنه. متشکرم، معبد شما کاظم نیکخواه. فریبا امیرخیزی، شما این انتخابات رو از دید مردم و زاویه این که چه معنی برای اونها داره و اینکه آیا ما احتمال داره شاهد خیزش هایی باشیم میبینید یا نه؟ مرسی. من توی حرف اولم هم گفتم، به هر حال از موضعی که نگاه میکنم، یه موضوع این هستش که جامعه آبستن حوادث مهمی هستش، و از این زاویه احتمال اینکه انتخابات، چه این انتخابات این کار رو بکنه یا نه، این احتمالش هست، و از این زاویه یه چیز 100% نیست ولی احتمالش هست. بذار من امروز جمهوری اسلامی تو شرایطی قرار گرفته، گفتم با تضادهای مختلفی روبرو شده، و اون شکافی که بین جمهوری اسلامی و مردم هستش روی چند تا گسل اصلی قرار گرفته. یکی شدتیابی مسئله فقر هستش که گسل مهمیه. خب رفقام تا حد خیلی زیادی روش صحبت کردم، و منم فکر میکنم یکی از بزرگترین مسائلش اینه که ایران باید به شدت و با سرعت هرچه بیشتر وارد روابط اقتصادی بین‌المللی بر اساس اون تقسیم کار بین‌المللی سرمایه‌داری جهانی بشه، و قاعدتا این وضع رو باز هم برای طبقه کارگر ایران بدتر از گذشته خواهد کرد، حداقل به لحاظ اقتصادی و فقر و استثمار کلا.
و دوم تشدید خشونت ستم برزن این گسلیه جمهوری اسلامی به شدت باش موجهه. ستم ملی هستش و به نظر من از اون زاویه بحث مسئله کردستان کماکان چه به لحاظ جنبش کمونیستی که پایگاه جنبش کمونیستی بوده سالها و چه به لحاظ مسئله ستم ملی یکی از جاهای مهمه که هم مورد توجه نیروهای انقلابی هم مورد توجه جمهوری اسلامی و یکی هم سرکوب عمومی هستش که این هم موضوع مهمی و اتفاقا این سرکوب عمومی یکی از اون نقاطی هستش که هم کلیه جناح‌های جمهوری اسلامی بر سرمون توافق دارن و میتونه عامل وحدت بخش‌های مختلف جمهوری اسلامی باشه و هم اتفاقا اگر قرار باشه این حالا خشم یا خیزشی در درون جامعه شکل بگیره که اتفاقا منجر بشه و عناصری از این وجود داشته باشه که جامعه رو ببره به سمت تغییرات رادیکال، حتی نیروهای بین المللی در این زمینه به راحتی با جمهوری اسلامی متحد میشن و نقش قیچی رو بازی میکنن که در یک نقطه با هم لینک میشن و این نقطه سرکوب جنبش‌های مردمی و سرکوب مردم هست در کلیتش و سرکوب منافع مردم. این از این زاویه گسل‌هایی هستش که جمهوری اسلامی و اون طرف قضیه مردم هم باش مواجه هستن. جمهوری اسلامی تو این پروسه یک گسل دیگه هم بره و اون رو داره تقویت میکنه، اونم با وجودی که جامعه ایران 30 خورده‌ای ساله با موضوع مذهب به صورت واقعی روبرو شده و نتایج عملیش رو دیده در جامعه، اما جمهوری اسلامی تو دوره اخیر کماکان موضوع مذهب رو داره در جامعه تشدید میکنه و لازم نیست من بگم که چقدر داره هزینه میکنه برای اینکه کسانی که تا دیروز به صورت ایدئولوژیک پایه‌های جمهوری اسلامی بودن و امروز دیگه اون خاصیت رو ندارن تبدیل بکنه به مزدوران ایمانیش. و از این زاویه یک کار دیگه هم که جمهوری اسلامی داره مسئله مذهب میکنه اینه که تو جامعه‌ای که به خاطر فقر و شکاف طبقاتی مردم به شدت امید به زندگی رو از دست دادن، یک موجی از انتظار مهدی موعود و کلن این امید به نیکبختی آخر زمانی رو به وجود آورده برای اینکه بتونه پاسخ بده به این شرایط ایدئولوژیک مردم و این خودش باعث میشه که در کنار اون روحیه ناامیدی که مردم دارن کماکان یک روحیه انتظار منجی رو هم به وجود بیاره. حالا این روحیه ناامیدی رو من یک بخشش رو دارم میگم، خب بخش منفی هستش ولی واقعیه. بعد از اتفاقاتی که سال 88 افتاد و مردم به خیابون اومدن و احساس ناتوانی کردن به خاطر اینکه خب به هر حال هر جنبش خود به خودی محتوم به شکست متاسفانه و رهبری اون جنبش هم در دست حاکمیت بود و در دست بخش از حاکمیت بود، مردم احساس ناامیدی کردن از اینکه توان تغییر رو در خودشون ببینن و این واقعی هست. مردم فکر نمی‌کنن که میتونن من نمیخوام اینو عمومیت بدم ولی این یک روحیه عمومی هست که مردم امید به تغییر و توان تغییر رو از دست دادن. این رو در کنار این باید بذاریم که حوادث شمال آفریقا و خاورمیانه دقیقا نقطه‌ای بودش که بسیار روی این روحیه تأثیر گذاشت و مردم به خوبی درک کردن که نه امید تغییری از درون خود به هر حال با امید بستن به جناحایی از حاکمیت وجود داره کمان که یه عده این رو داشتن و نه امید به تغییری از صحنه بین المللی. یک بخشش منفی اینه که امید به تغییر رو از بین برده ولی بخش مثبتش اینه که امید و توهم این که هر کدوم از این دو بخش ارتجایی میتونن منافع مردم رو تامین بکنن رو از بین برده. حالا در مقابل این یک امید کوچیکی به این گرایشات بورژوا دموکراسی امپریالیستی هستش که بعضی از جوان ها فکر میکنن که مثلا با اتکا به یه همچین جریاناتی امکان داره شرایطشون بهتر بشه که ولی باز هم من فکر میکنم تا حد خیلی زیادی اون نفرت و تضادی که با جمهوری اسلامی هست این رو جایگزین این میشه و یک روحیه در این حال خشم و نفرت درون مردم هم هستش که رو به افزایشه. حالا به هر حال نگاه ما به عنوان نیروی انقلاب به تمام این گسل‌ها و تضادها چجوری میتونه باشه این هستش که
من گفتم جمهوری اسلامی به واقع دو قشر رو هدف قرار داده و این هم دلیل داره، بی دلیل نیستش. در این حال که جمهوری اسلامی دعوت میکنه اخشار مردم رو که پای صندوقهای رأی بیان تا این نمایش مشروعیت خواهی خودش رو اثبات بکنه، در این حال فضای جامعه ایران امروز فضای شدیداً امنیتی شده. از سال 88 به بعد جمهوری اسلامی عملا یه جمع‌بندی‌هایی کرد برای اینکه یه سری از نیروها رو از صحنه بیرون کنه. مشخصا در درجه اول دانشجوها و قشر آگاه بودند که در رأس اون دخترای آگاه رزمنده و میلیتانتی بودن که جمهوری اسلامی توی نقشه‌های مختلف از صحنه خارجشون کرد و بعد هم شروع کرد به بیرون روندن سایر نیروهایی که میتونستن دخالتگری آگاهانه بکنن. و امروزه هم تو پروسه آخرش گفتم یکی جوانان طبقات تحتانی رو به شدت داره تخریب میکنه و اونها رو تحت عنوان عرازل و اوباش داره زندانی اعدام میکنه و یکی از زنان هستن که نقشه های مختلفی براشون داره. متشکرم شما. بازیار راضی، این انتخابات از دید مردم و برای مردم چه معنایی خواهد داشت؟ بسیار خوب. به نظر من شرایط ایران مدت هاست و الان به طور اخص یک شرایط در واقع بحرانی است از نقطه نظر خود مردم ایران. و اگر بشه این مثال رو زد، یک آتش زیر خاکستر وجود داره. حالا این آتش زیر خاکستر کافیه یک جرقه جایی به شکلی زده بشه، این در واقع طغیان بکنه و این آتش در واقع خودشو آزاد بکنه. حالا این نکته‌ای که هست اینه که حالا این موضوع انتخابات، این جرقه ای هستش که ما فکر میکنیم زده میشه. به نظر من خیر، این انتخابات چند روز دیگه 17 روز دیگه اون جرقه رو احتمالاً نخواهد زد، چون کنترل کامل هست و مشکلات و مسائل مختلفی هست. بنابراین در شرایط کنونی ایران آتش زیر خاکستر در انتظار جرقه ای هستش که این طغیان ایجاد بشه. مسئله اصلی که برای ما وجود داره به عنوان کمونیست ها، حالا هر حزبی هم که زدیم و ازش حمایت میکنیم کاری نداره، من اصولا قصد توهین به هیچ حزبی رو ندارم، منتها وقتی که حزبی میاد میگه من حزب کمونیست ایران هستم یا حزب جنبش کارگری، رهبران جنبش کارگری در درون حزب من متشکل شدن، اون موقع من در واقع حق دارم بگم این حزب قلابی هست، چون حزب طبقه کارگر ساخته نشده. یه همچین اعتباری هیچ حزبی در داخل ایران نداره که وقتی این جرقه زده شد بتونه رهبری کنه، بتونه اعتصاب عمومی سازمان بده. این رو باید با هم بسازیم، این رو باید با هم بسازیم. تمام کمونیست ها باید دست به دست همدیگه بدن و این حزب طبقه کارگر رو با هم بسازن. دیگه این دوران بسه دیگه. یعنی رفقا انبا و اقسام انشابات در درون خودشون شده. انبا رفیقمون میگه من از حزب حکمتیست، ولی خب باید بگیم حکمتیست کورش مدرسی و اسامی دیگه به اسم اینا اضافه بشه. ولی مسئله ای که هست اینه که ما باید در واقع کوشش کنیم که این جرقهی که ایجاد میشه سازماندهی بکنیم. و این سازماندهی به این مفهومه که تدارکات یک حزب پیشتاز انقلابی رو ایجاد بکنه که این حزب پیشتاز انقلابی بتونه در مقابل تحولات موضع یک پارچه و روشنی بگیره. ببینید الان موضع دو حزبی که الان در این اتاق نشستن در مورد انتخابات قبلی، یکی میگه یک تحولات در واقع وضعیت انقلابی رو با اطلاع انقلابی مخلوط میکنه، میگه وضعیت انقلابی یعنی انقلاب، هر اتفاقی میفته توده ها میان تو خیابون انقلابه. یکی دیگه میگه هر اتفاقی هم که میفته این اصولا ارتجاییه چون رهبریش ارتجاییه. خب این هر دو در واقع دوچار تناقض هستن. اجازه بدید ما برگردیم رو مسئله مردم، بعد میشه راجع به این احزاب بعدها صحبت کرد. با عرض معذرت فقط یه اشاره کنم، چون میزه گرد هست مجبوریم به هم دیگه یه سری نکاتی رو برخورد بگیم، وگرنه دوچار مستقل میتونستیم ضبط کنیم صدامون رو اینجا پخش بشه. ولی چون حالا این موضوع اینجا مطرح شد خب مهمه دیگه، چون باید صحبت کنیم، میخواییم در واقع نتایجی بگیریم برای آتیه و به طور موازی نمیتونیم فقط موازی خودمونه بگیم. در نتیجه مسئله ای که هست اینه که ما در واقع
مسئله ساختن حزب در واقع در دستور کار جنبش کارگری، پیشروهای کارگری و ما به عنوان کمونیست ها هستش. یعنی برای لازمه این که یک کار متشکل در ارتباط با تدارک انقلاب دیده بشه، ما باید به هر حال اذعان کنیم که یک بحرانی در درون ما وجود داره و این تدارکات رو انجام بدیم. و این رفیقمون مثلا ثریا شهابی میگه کمونیسم در ایران بود و ضربه خورد، زدنش. نخیر، کمونیسم بود، الان هم هست رفیق، ولی شما ضربه خوردید. اجازه بدید ما برگردیم رو مسئله انتخابات. بسیار. انتخابات به نظر من در شرایط کنونی این آتش زیر خاکستر هم که اشاره کردم وجود داره. این انتخابات اخص ممکنه این جرقه رو نزنه. منتها مسئله ای که هست اینه که ما در به عنوان کمونیستا باید تشخیص بدیم چه شعارهای محوری امروز وجود داره که در حین انتخابات بتونیم مطرح کنیم این شعارهای محوری که از آگاهی فعلی طبقه کارگر و جنبش و مردم ایران میتونه شروع بشه و اینها رو قدم به قدم، گام به گام در رو در رو کنه با رژیم. به نظر من یکی از شعارهای محوری که امروز میتونه مطرح بشه و حولش مبارزه متشکل از طریق اتحاد عمل در داخل ایران و خارج از ایران صورت بگیره، آزادی زندانی یا سیاسی، بالاخص آزادی رهبران کارگری که امروز در زندان هستن. یعنی در انتخابات ما طبقه کارگر و جنبش کارگری کمونیستی اعلام میکنیم که این انتخابات یه انتخابات در واقع بی‌معنا و بی‌اساسی است، زیرا این انتخابات مرتبط به هیئت حاکم و رهبران واقعی طبقه کارگر که میتونه در انتخابات نماینده ما به عنوان کارگران و جنبش کارگری باشه، امروز در زندان هستن و تا آزادی کامل اینها از زندان ما در این انتخابات شرکت نمی کنیم. تحریم انتخابات به شکل فعال به این مفهومه که ما از طریق فعالیت در حتی دوره انتخابات، حتی اون روزی که در صندوق‌های آرا رأی می‌ریزن مردم، ما با عکس‌های زندانی‌های سیاسی، با شعارهای زندانی‌های سیاسی بریم و مداخله بکنیم و این به اصطلاح آگاهی رو در واقع سوق بدیم به یه آگاهی ضد رژیمی. در همون روز هم این امکان پذیر هست و خیلی هم اقداماتی نقدن شروع کردن. ما هم به هر حال به سهم خودمون اقداماتی کردیم که حالا در دورهای بعد میتونیم صحبت کنیم سرش که چه کارهای مشترکی میشه در این دوره انجام گرفت. بنابراین در ارتباط با این انتخابات خاص به نظر من یک سلسله دوره، یک سلسله شعارهای دموکراتیک میشه فعالیت هایی کرد که در واقع سست کنه بنیادهای این رژیم و با آماده کنه اذهان عمومی رو برای شرایطی که این جرقه ها زده میشه در آتیه. متشکرم. برگردیم روز در واقع سوال آخر ما و پرسش آخر و مبنای این که و دوست دارم از خانم ثریا شهابی آغاز کنم. خود حتی طیف رژیم هم از عدم شرکتشون در انتخابات صحبت میکنن. خیلی ها صحبت از تحریم کردن، بایکوت، تحریم فعال. سوال در واقع روی این محور قرار بدیم که از دید شما چه راهکاری مؤثره و چگونه میشه به عنوان یک نیروی اپوزیسیون تأثیرگذار بود، حداقل از اینکه همه اعتقاد داریم که رژیم شکننده است، در شکاف عمیقی قرار داره، بحران مشروعیت داره، شرایط جهانی بر علیهشه، شرایط درونی مثل تحریم ها، وضعیت اقتصادی، اعتراضات مردم و غیره زاره، یعنی فاکتورهای زیادی علیه حکومت هست، آچمزش کرده، خود رهبری هم الان مونده که باید کی رو بیاره بذاره جای احمدی نژاد. در این چنین شرایطی از دید شما چه چیزی میتونه محور باشه؟ مازیار رازی اشاره کرد که الان میشه کارهای مشترک کرد. آیا به نظر شما کار مشترک میتونه انجام داد؟ آیا باید بایکوت کرد؟ آیا باید مردم رو دعوت کرد که پای صندوق ها نرن؟ آیا باید پای صندوق ها برن؟ آیا بردن شعارها و اعتراض در پای صندوق ها عملی هست و غیره؟ این سوالیه که به عنوان شاید شکل کلی راهکار رو در چنین شرایطی چه می بفهم. مرسی. مقدمت من آقای مازیار رازی رو فعال قلابی نخوندم و دانشه به نظر من اینا خارج از موازین متمدنانه جلسه است و در این حال فکر میکنم نسخه ساخت حزب سازی اونای نسخه دانش آموزی دانشجویی که قدیمی تر از ایناست. در مورد
محور. ببینین شما توی انتخاباتی ممکنه بگین صندوقا رو آتیش بزنید، توی موقعیتی باشین توازن قوا بین جنبش‌های اجتماعی، به جنبش طبقه کارگر، به جنبش آزادی خواهی برابری طلب، یه جایی یه چیزی هست به شما یه امکان میده که یه حرفی بزنید و فکر میکنید حول اون حرف میتونید آدم بسیج بکنید، نیرو بسیج بکنید، هدایت کنید و یا حتی اقدام بکنید. میتونید بگین صندوق رو آتیش بزنید، میتونید بگین این تبدیل به سرنگونی جمهوری اسلامی کنید. ببینید سرنگونی جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی باید سرنگون بشه. جنبش سرنگونی تو ایران خیلی قویه، انواع اقسام سرنگونی طلبی داریم. آقای سارکوزی هم سرنگونی طلبی بود. سرنگونی انقلابی داریم، سرنگونی ارتجایی داریم. سرنگونی ارتجایی لیبی شدنه. ایران خیلی فرق میکنه با درست کاظم خواه درست داره میگه فرق میکنه، ولی مصر هم خیلی فرق میکرد. منتها شکل سناریوی سیاه تو ایران میتونه متفاوت باشه. امروز چی کار ماید کرد با توازن و قبایی کرد؟ به نظرم رفیق فریبا اشاره خیلی درستی کرد نسبت به اون سه تا فاکتوری که گفت پایه هاشه و به شرایطی که الان هست. من گفتم جنبش کمونیستی رو عقب زدن، عقبش زدن. شما تو ایران وقتی داشتی که 8 مارس های میگرفتن که از کلارا به سازمان کاری ندارم، از کلارا زتکین حرف میزدن، مارکس میخوندن، مارکس رو توی دانشگاه ها بهش ارجاع میکردن و توی 8 مارس های سرخ میگرفتن و کلارا اینا رفت شد دنبال خانم انداختنشون، فعالین حقوق زنا رو دنبال مطالبه محوری انداختن دنبال خانم رهنورد که خودش تئوریسین حجاب هست و یا یه جنبش دانشجویی داشتین تو دانشگاه اومد بیرون. همه اینا الان موجود نیست، الان موجود نیست. توازن و قوا تو شرایطی هست اکثریت محرومین جامعه متنفرن و به شدت از تحریم اقتصادی هم متنفرن، فقط از جمهوری اسلامی نیست. منتها خب میگن شما سازش کن بیا باش بسازین تحریما رو کم بکنن. در شرایط فعلی به نظر من بهترین چیز سوت و کور بوندن بساط انتخابات. خودشون میخوان پرشور باشه. این بازی مسحکه، من میگم اسمشو بذاریم مسحکه، به این دلیل که یه تغییر آرایش تو هیئت حاکم است. تغییر آرایشه، واقعیه، دعوای زرگری نیست. میخواد بره سازش بکنن بالاخره با یه غرب. رفسنجانی مهره خوبی بود، ولی در این حال رفسنجانی کسی که تو ماجرای سبز رفت نماز جمعه رو چسب کرد، وزنش با ولی فقیه به هم میخوره. ممکنه یکی کم تستر رو بیارن و بره سازش بکنه. جدالی تماما از بالا، این جدال جدالی از بالا. سبز فرق میکرد، دو خرداد فرق میکرد، هر جدالی جدال خودشه. شما به جنبش‌های اجتماعی نگاه بکنید، اعتراض تو زندان هست. تمام شما سازمان درست بکنید، به اعتراض فردی کاری ندارن. کارگری که میره سازمان درست میکنه رو میگیرنش، زنی که میره سازمان درست میکنن متشکل میکنه، میترسن از قدرت سازماندهی شما، از قدرت سازمان شما میترسن، از طبقه کارگر سازمانی یافته شده میترسن. هر چی باشه، سندیکا باشه یا مجمع عمومی باشه، حق هم دارن بترسن. منتها الان به نظر من شرط موفقیت یه جریانی که اگه حرف ما برو داشت، اگه ما میتونستیم حرفمون برو داشت، میگفتیم جمهوری اسلامی رو سرنگون کنید خیلی خیلی وقت، خیلی خیلی قبلترش، اون روزی که از 18 تیر به این ور میگفتیم که سرنگون بکنی، اگه جریانی باشه که جایی داشته باشه که میتونی اون نقش بازی بکنی. اگر نیستی که اون دیگه برمیگرد به توازن قوا. توازن قوای امروز این هستش که این بساط هر چی سوت و کوتر باستاب و انعکاس خسارتیش برای مردم کمتر. معنیش این نیست که شما اعتراض مونی چرا باید رفت تو انتخابات اعتراض کرد. من چرا فقط باید تو انتخابات بگم مرگ بر جمهوری اسلامی؟ و چرا فقط تو انتخابات باید بگم حق زن چی شد؟ و چرا تو انتخابات باید بگم حق کارگر چی شد؟ 6 ماه 8 ماه همه رو علاف نگه داشتن که وایسید این ماجرا به فیصله برسه. شورش اسباین صحنه به هم ممکنه بریزه، ولی اون قلیان انقلابی از خوشبینی در میاد. فریبا اشاره کرد مردم خوشبین انقلاب میکنن، مردمی که به آینده خوشبینن انقلاب میکنن. 18 تیر، جمعیتی که 18 تیر رو ایجاد میکنن و اعتراضات بعدش رو ایجاد میکنن، این از خوشبینی و احساس و قدرت در میاد. از احساس استیصال دنبال هر راه حلی میرن، از جمله راه حل‌های سیاه. نباید اجازه داد که این بساط انتخابات اون احساس استیصال رو انقدر نهادینه بکنه که مردم دنبال یه مهره سیاه دیگه بیفتن. مگه نفرت از شاه کم بود؟ در بی آلترناتیو بردنشون روز روشن جلو چشم کمونیستا، بردنشون توی تاسو عاشورا و شبکه مساجد، در جایی که انقلاب ایران یکی از شبیه ترین انقلاب های دوران خودش بود. بعد از انقلاب اکتبر ما نداشتیم، شوراهای کارگری همه جا درست شد، تاثیر هیچ جریانی نبود. و گفت من نفت نمیدم به افریقای جنوبی.
این قدرت کارگری رو جمهوری اسلامی ازش میترسه، برای همینه که تحمل سازمانش رو نمیکنه، دابش هم میزنه، کمونیستار هم میزنه. تحمل سازماندهیش به معنیش این نیست نباید کرد، معنیش اینه که خب طبقه کارگر اعتراضش رو، برای همین ما نوع تشکلش میگیم مجمع عمومی، برای اینکه ممکن ترین شکل و توده‌ای ترین شکل اجتماع و تشکل طبقه کارگره. به هر حال میخوام بگم که با توجه به توازن قوای امروز، سوت و کور موندن بساط انقلاب انتخابات به نظر من موقعیت پیشروی مردم نشون میده، نشون میده که مردم پشت کردن به این که سرنوشتشون رو بسپارن به سرنوشت جدال تو صف دشمنانش. مرسی، من تموم شد صحبتم. متشکرم از شما. کاظم نیکا. بله، راستش بحثای آدم اینجا میشنوه که من برام بسیار بسیار عجیبه، احساس استیصال، کمونیست رو نابود کردن، سنگر دفاعی و اینکه تو خونه بشینین سوت و کور بشه. اینا به هر حال چه کسی بخواد چه نخواد، چه تلاشی بکنه چه نکنه، به طور بالفعل به طور واقعی کنار زده شده هست. نه جامعه تو سنگر دفاعیه، نه احساس استیصال اونجا میکنه. آخر احساس استیصال رو جامعه با حرکت رهبرانش، فعالینش، احزابش، زندانهاش، زنانش، غیره و غیره داره نشون میده. من اینو گفتم. به هر حال به نظر من صحبتم قبلا کردم، بحث از تحریم، از بایکوت، از اینکه سوت و کور بذارین، اینها گذشته. همین الان تو نازیابات مردم رفتن پوسترها رو میکشن پایین آتیش میزنن، تو دانشگاه تبریز یه جوری دیگه به اصطلاح اعتراضشون رو علیه کل انتخابات نشون میدن و نمایش و مزهکای جمهوری اسلامی. و این فضای جامعه میتونه به این سمت بره. خود تظاهرات هایی تو هول و هوش تبلیغات این و اون صورت میگیره که رژیم میگه آقا جون تبلیغات نکنین، برای اینکه فضای یه جور دیگه میتونه بشه. به هر حال تا اونجا که به این مسئله انتخابات جمهوری اسلامی برمیگرده، بحث ما این هست که اینو باید رو سرشون خراب کرد و اجازه نداد که اینا جامعه رو تحت شعاع تبلیغات خودشون و نمیدونم شعارهای خودشون اینها قرار بدن. باید کلن فضا رو بیشتر و بیشتر برشون تنگ کرد و این کار کمابیش اینجا و اونجا داره صورت میگیره، میتونه گسترش پیدا کنه، میتونه کاری بکنن تو همین نمیدونم چند وقت دیگه که مونده به انتخابات که طرف میخواد بره پا بذاره توی محله تبلیغات انتخاباتش بکنه تو یا میدونی کاری به هم بریزن بساطشون. و این کارو میکنن، من مطمئنم که این کارا صورت میگیره و باید همینو گسترش داد تا اونجا که به این جنبه برمیگرده. ولی همونطور که گفتم جامعه خواستهایی داره و این خواستار باید تو هر فرصتی روش تاکید. زندانی سیاسی باید آزاد بشه، هر جا فضایی باشه باید این شعارها رو محکم مطرح کرد. نمیدونم کارگر زندانی باید آزاد بشه، جداسازی جنسیتی رو باید لغو بشه. اینها یعنی فشار آوردن و خواستار رو مطرح کردن و زندگی زیر خط فقر نمیخوایم. این ادامه فضایی هست که قبل از انتخابات وجود داشت و میتونه تو این دوره به اصطلاح اوج بیشتری بگیره و بعدش میتونه اوج بیشتری بگیره. من میخوام بگم که اگر تأکیدی باید گذاشت اینه که اجازه ندین که جمهوری اسلامی بتونه راحت به اصطلاح نمایش و مزهکه انتخاباتش رو از سر بگذرونه و سعی کنیم که اینو فضا رو برش بر جناهای مختلفش و تمام جناهاش تنگ بکنیم. و این فضا به نظر من این پتانسیل تو جامعه وجود داره که عکس العمل نشون بده. به ویژه به نظر من چیزی که میتونه مانع بشه که این جناح یا اون جناح جمهوری اسلامی یا جریانات عقب مونده، جریانات بورژوایی، جریانات مستعصل تحمیل بکنن، اینه که جلو گذاشتن خواستهای رادیکال هست. جلو گذاشتن خواستهای رادیکال، اینکه ما آپارتاید جنسی نمیخوایم،
اینکه ما زندگی زیر خط فقر نمیخوایم، اینو میشه به اشکال مختلف کارگر اعتصابشو برای خواستهای صنفیش هم الان مطرح کنه، بگه دستمزد زیر خط فقر نمیخوام و دستمزد باید 2 میلیون باشه، همین امروز صورت بده، اسمی هم از انتخابات نیاره، یک تأثیر و تکان سیاسی جدی تو جامعه ایجاد میکنه و میتونیم این کار صورت بگیره. باید به این سمت رفت، باید به این سمت رفت که اون چیزی که در جامعه داره پراکنده، خواستهایی که میجوشه، آرزوهایی که میجوشه، اعتراضاتی که اینجا اونجا خودشون نشون میده، به اصطلاح گسترده تر بشه، چه قبل از انتخاباتش، چه در حین این مزدکه، چه بعدش. و من به اصطلاح بسیار امیدوارم، شخصا خوشبین تر از این هستم که فکر کنم که جامعه عقب رونده شده، کمونیسمش عقب رفته، نمیدونم حزبی هم نداره، کاری هم نمیتونه بکنه و غیره. به نظر من این جامعه روشنتره و این جامعه فعالتره و در این حال میشه کاری کرد که اون بخشایی که مستحصل هستن رو جلو بیاریم، میشه کاری کرد که اون بخشایی که به هر حال مثلا نماینده نظرات بخش احزاب هستن، اون بخشی که نشسته، اون بخشی که میخواد بره تو خونه، اون بخشی که فکر میکنه کاری نمیشه کرد، اونها رو آورد جلو که بگه کل بزنه زیر کل بساط جمهوری اسلامی و به اصطلاح انتخاباتش و قوانینش و غیر و غیر. اعتصابات سراسری به نظر من معنی داره، کارگرها باید به طرف اعتصابات سراسری برن و ابزار اعتصاب رو که تو این جامعه، تو این حکومت ممنوع هست رو بیشتر و بیشتر به کار بگیرن، برای اینکه فضای جامعه رو به سمت به اصطلاح تحولات عمیق‌تر، تحولات انسانی‌تر، تحولات رادیکال‌تر پیش ببرن. هم گفتم من فکر نمی‌کنم که انتخابات جمهوری اسلامی یک به اصطلاح یک میدان عظیمی رو ایجاد میکنه برای مبارزه، بلکه برعکس، مبارزات هست که این نمایش و چیزی که قرار بوده نمایش باشه رو تبدیل میکنه به جنگ جانوران حاکم تو اون جامعه، به جنگ جناهای حکومت، جناها و دستجات حاکم تو اون جامعه. و این خود این فشار خواستهای مردم است که میتونه اینها رو، انتخاباتشون هم براشون بسیار مهلک‌تر بکنه، بسیار به اصطلاح هزینه سنگینی رو به اونا تحمیل بکنه و غیر و غیر. بله، یه اشاره هم بکنم که من فکر نمی‌کنم که جمهوری اسلامی این پتانسیل رو داره که مثلا بعد از انتخاباتش از طریق این شخصیتش یا اون شخصیتش بره به این سمت که به اصطلاح مناسباتش تو سطح بین‌المللی عادی کنه. قبلا اشاره کردم این به خودی خود اهمیت زیاد از زاویه ماهیت جمهوری اسلامی نداره. روی حکومت چپاولگر سرمایه‌داری است، خب دزد و جانور چپاولگر تو این ور اون ور دنیا هم کم نیستن، میتونه باشه مناسبات برقرار کنه، منظورم میتونست برقرار کنه، ولی واقعیتش اینه که همونطور که گفتم حکومتی درست کرده که با مثلا اسلام سیاسی رو، دنیا رو اسلام خواهد گرفت و تروریسم رو گسترش بده و همه اینها جلو اومده و خودش رو ضد کل ارزش‌های غربی تعریف کرده و در نتیجه حتی من میخوام بگم سران جمهوری اسلامی امثال رفسنجانی و فلاحیان و نمیدونم رضایی اینا تو سطح بین‌المللی تحت تعقیبن، در نتیجه مناسبات عادی با غرب و کشورهای مختلف برگزار کردن، برقرار کردن برای اینا باید به قیمت‌های مختلفی برگزار شه. منظورم اینه که تناقضات این حکومت بسیار زیاده و در این حال که همشون میخوان که مناسبات عادی با دنیا و کشورهای سرمایه‌داری داشته باشن، عملاً دستوارشون بسته است، براشون همین اختلافات رو بیشتر میکنه، روزنه های ایجاد میکنه که مردم بریزن بیرون، دعواشون رو بالا میبره و در نتیجه مشکلات دارن. به هر حال به طور خلاصه ای بخوام بگم، به نظر من جمهوری اسلامی ممکنه، یه احتمال وجود داره، این احتمال که جمهوری اسلامی بتونه این مزحکه انتخاباتیش رو از سر بگذرونه، ولی تا همینجا براش بی درد سر نبوده، تا همینجا براش به قیمت قطع کردن بذار این جمله هم تمام کنم، قطع کردن یه پایه نظامش که رفسنجانی با جناهش باشه تبدیل و غیره و غیره تموم شده و از این پس هم مشکلات جدی براش خواهد داشت. مرسی، متشکرم. فریبا امیرخیزی، سپاس از شما. من به شما همین بگم که واقعا رفقا وارد مباحثی شدن، بخشا من خودم از ورود به اون مباحث
اجتناب کردن و تعاریفی جلو گذاشته شد که لزوما من به عنوان یک زن کمونیست باشون خیلی هاشون توافق ندارم، ولی اگر وارد پولمیک یا بحث در اونو نشدم به دو دلیل: یکی اینکه به هر حال من فکر میکنم تفاوت پایه‌ای سر یه سری از بحثا که جاش به هر حال ایران نیست، مثل مباحثی حتی سر خود من کمونیسم، وظیفه طبقه کارگر، حزب طبقه کارگر و حتی تعریف آلترناتیو و انقلاب، و اینا مباحثی که به هر حال فکر میکنم رفقا وقتی که ما اینا رو صحبت میکنیم نیاز است که بحث رو عمیق‌تر باز کنیم. یه بحث دیگه هم که من خودم گفتم اشتباه کردم به اونها این هستش که برای من اینجا به عنوان یکی از فعال سازمان زنان که یک سازمان زنان مستقل هستش صحبت میکنم، هرچند خودم یک کمونیست هستم توی اونجا و نمیتونم بیشتر از تحقیقاتی که سازمان زنان شمارس داره اینجا بحث رو جلو بزنم، حداقل دیگه فردی من میشه. بنابراین بحث رو سعی میکنم توی اون مبحثی که حداقل جلسه امشب جلو گذاشته و سوالات اون جمع‌بندی کنم و دلم هم میخواست که بحثای یه مقدار اون بحثایی که رفقا گذاشتن رو میتونستیم یه مقدار عمیق‌تر کنیم، شاید نگاه ها یه مقدار روشن‌تر بشه. سر مباحثی که امشب شد منم فکر میکنم به هر حال در پاسخ به این شرایطی که وجود داره لزوما نه خود این که مقوله انتخابات قرار انتخابات این دوره جمهوری اسلامی چیزی رو به معنای واقعی کلمه برای ما عوض بکنه شرایط رو یا برای منافع طبقه فرودست جامعه، به معنای اینکه پتانسیل هایی توی اون هست که امکاناتی به ما میده که باید از اونها استفاده بکنیم من به مقوله نگاه میکنم و کماکان از زاویه منافع زنان میخوام موضوع رو جمع‌بندی کنم. ما به عنوان یک نیروی زنان که خودمون رو رادیکال انقلابی میدونیم در پاسخ به این ضرورت و شرایطی که جمهوری اسلامی همونطوری که گفتم موضوعش موضوع تعیین تکلیف کردن در بودن و نبودن هستش، نه صرف این انتخابات، صرف شرایط تضادایی که جمهوری اسلامی امروزه باهاش مواجهه تو صحنه‌های مختلف، ما رو برای این وادار میکنه که نشینیم و دست روی دست نذاریم. موضوع هم خیلی فراتر از تحریم انتخابات و گفتم مبارزه منفیه، موضوع این هستش که توی این شرایط ما بتونیم جمهوری اسلامی رو افشا کنیم. افشای جمهوری اسلامی هم به معنای این نیست که سران جمهوری اسلامی رو به عنوان فرد و یا جنایت‌های فردیشون رو افشا کنیم یا حتی اون ساختار بدیهی جمهوری اسلامی که رفقا روش دست گذاشتن که خب خود مردم به صورت خود به خودی کارکرد جمهوری اسلامی رو فهمیدن، بله، ولی موضوع فراتر از اینه. موضوع افشای جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام یکی از عناصر این نظام طبقاتی، به عنوان یک طبقه حاکمه، به عنوان یک رژیم وابسته به سرمایه‌داری جهانی که تک تک سیاست‌هایی که جلو میذاره و جلو میبره در خدمت این هستش که بتونه خودش رو تثبیت کنه و ادغام کنه در سیستم سرمایه‌داری جهانی برای هرچه بیشتر مثل زالو نوشیدن خون و استثمار سود از طبقات تحتانی جامعه و در خدمت ادغامش توی اون سطح کلانتر. و خب گفتم من از زاویه منافع زنان باید بگم زنان جز قشرهایی هستند، یا باز هم باید مشخص‌تر بگم از زاویه منافع اکثریت زنان که زنان فرودست هستن باید بگم زنان در بقای جمهوری اسلامی هیچ منافعی ندارن. جمهوری اسلامی چه خودش در ساختار 30 و چند سالش و چه در دوره اخیرش ثابت کرده که فقط برای بقای خودش حاضر به هر شکلی زنان رو به تحتانی ترین طبقه جامعه هل بده، چه بر اثر فقر، بیکاری، تنفروشی، فحشا، ازدواج های اجباری و و و و تبدیل کردنشون به ماشین جوجه کشی که امروزه دائما داره تبلیغ میکشه که وظیفه زنها اینه که تو خونه بمونن و بچه داشتن. بنابراین توی شرایط حاضر ما وظیفه خودمون میبینیم که اولا جمهوری اسلامی رو به عنوان چنین رژیم زن ستیزی بیش از پیش افشاش بکنیم و بگیم نه تنها زنان منافعی در امتداد بقای جمهوری اسلامی ندارن، بلکه زنان همچنین هیچ منافعی در این ندارن که یک حکومت دیگه مثل حکومت‌هایی که در عراق، افغانستان، لیبی، مصر و تونس به وجود اومد و دست نشانده کشورهای امپریالیستی هستش و در اونها مجددا مذهب
در رأس قرار گرفته، زنان هیچ نوع منافعی ندارن که حتی چنین حکومت‌هایی چه با دخالتگری‌های مستقیم چه غیر مستقیم، چه نظامی چه غیر نظامی در ایران مستقر بشه و باز هم با تقویت‌های حکومت مذهبی زنان قربانیان، اولین قربانیان اون باشن. بنابراین در مرزبندی مشخص با چه ارتجای جمهوری اسلامی و چه ارتجای امپریالیستی مشخص میکنیم که زنان در شرکت در این انتخابات جمهوری اسلامی و چه شرکت در انتخابات‌های ظاهراً دموکراتیک پارلمان‌های امثال پارلمان‌های اروپایی هیچ منافعی نداشتن، ندارن و نخواهند داشت. این چیزی هستش که مشخصاً ما فکر میکنیم باید گفته بشه. اینکه مثلا رفقا میگن باید بخشی از اون اپوزیسیون خودخوانده، چون اینها هم اپوزیسیون نیستن، مثل اکثریت توده یا باید افشا بشن که گرم کنه بازار انتخابات هستن، درسته هر از گاهی باید و همیشه در دستور کار قرار گرفته این موضوع، ولی تا وقتی که دشمن اصلی افشا و مبارزه باهاش نشه، با این کرم‌هایی که در کنار اون دارن میلولن نمیشه مبارزه کرد. در پرتوی مبارزه با دشمن اصلی و در پرتوی مبارزه با دشمن طبقاتی اصلیه که میشه این کرم‌هایی رو که دارن از منفعت چنین طبقه حاکمه برخوردار هستن میشه افشا کرد. در غیر این صورت افشا کردن اونها به تنهایی و در خود تأثیری نخواهد داشت و نمیتونه هدف اصلی اپوزیسیون انقلابی باشه. از طرف دیگه ما باید مشخص کنیم برای زنان که رهاییشون در چی هستش. رهایی زنان و خوشبختی زنان در این نیست که صرفا حق رأی داشته باشن یا حق رأی داشته باشن چه در پارلمان دموکراتیک رأی بدن، چه در لوی جرگه افغانستان، چه در انتخابات جمهوری اسلامی. خوشبختی زنان، رهایی زنان در این هستش که حق خوردن داشته باشن، حق کار کردن، حق سلامت، حق تعیین سرنوشت، حق شاد بودن، جامعه‌ای که کسی توش گرسنه نیست، کسی برای زنده موندن بدنشو نمیفروشه، هیچ زنی تنشو نمیفروشه، دخترش رو نمیفروشه، به خاطر سخت جنین کردن سلامتیشو از دست نمیده، هیچ زنی از ترس تجاوز به خودش نمیلرزه، هیچ زنی به خاطر عشق ورزی سنگسار نمیشه، مذهب، دولت و هیچ فردی نمیتونه بدن زن رو کنترل کنه و هیچ زنی بدون خواست و اراده خودش وادار به ازدواج نمیشه، هیچ زنی بچه‌شو نمیفرسته به اسم غرور ملی بره به جنگ و هیچ زنی به خاطر ناموس کشته نمیشه. اینا اون چیزهایی هست که زنها باید بدونن و به خاطر به دست آوردن چنین جامعه‌ای که از نقطه نظر ما جامعه‌ای که نه توی اون ستم هست نه استثمار، توی چنین جامعه‌ای هست که زنان میتونن بگن که چی، ما رها هستیم. این جامعه رو با حق رأی نمیشه به دست آورد، این جامعه از توی صندوق رأی بیرون نمیاد. من جمله آخرم رو اگر اجازه بدین جمع‌بندی میکنم. از این زاویه هستش که ما دعوت کردیم نیروهای اپوزیسیون رو از طرف سازمان 8 مارس به یک کارزار 3 روزه در شهر بروکسل، چون ما فکر میکنیم که برای چنین کاری نمیشه توی صرفا توی بیانیه ها و کاغذ ها و توی فیسبوک و این چیزها و حتی وبسایت های حزبی مبارزه کرد، فقط و فقط با دخالتگری عملی در صحنه سیاسی هستش و استفاده از این فضای سیاسی هستش که میشه صحنه رو به نفع انقلاب چرخوند و به همین علت نیروهای اپوزیسیون و اونهایی که خواستاره سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی هستن رو دعوت میکنیم در همین چارچوبه سیاسی به کارزار 3 روزه که در بروکسل هست در روزهای 12، 13 و 14 مارس بپیوندن و به هر حال اطلاعات بیشتر رفقا همه میتونن و دوستانی که علاقه دارن میتونن روی وبسایت سازمان زن 8 مارس ببینن یا به صورت فردی یا به صورت جمعی و به این کارزار بپیوندن. و من متشکرم که امشب فضایی رو ایجاد کردین که به هر حال این تبادل نظر بشه و همچنین موضوعاتی حتی با شنونده های شما در میون گذاشته بشه. رفیق امیر، من هم از شما متشکرم فریبا جان به خاطر برنامه‌تون و صحبتاتون، ما زیاد راضی. بسیار خوب، خیلی ممنون. منم از همه رفقا سپاسگزارم که در این جلسه شرکت کردن. در ابتدا باز مجددا مجبورم یه اصلاحی رو اینجا اشاره بکنم در مورد بحثی که ثریا شهابی کرد که ظاهرا اعلام کرد که من گفتم ایشون فعال قلابی هستن. من همچی صحبتی نکردم، گفتم احزابی که به جای طبقه کارگر
اعلام موجودیت میکنم و خودشون رو رهبر طبقه کارگر میدونن، بدون اینکه طبقه کارگر اینا رو به رسمیت شناخته باشه، اینا احزاب قلابی است. به هر حال این یه نکته‌ای که باید دوباره اصلاح میکردم. در مورد رفیقمون فریبا، متاسفانه ایشون بحثای کلی کرد که عموما منم اختلاف خاصی ندارم و ای کاش دفعه بعد یا در دفعات بعد به عنوان یک کمونیست مشخصی که نظرات خاصی داره صحبت کنه که به هر حال بتونیم تبادل نظر بکنیم. در مورد بحث اینکه اصولا در شرایط فعلی انتخابات چه نوع سیاستی باید داشته باشیم، به نظر من نقطه شروعمون باید این باشه که ما در جاهای در اصطلاح حرکت‌هایی که در جامعه میشه واضحه به عنوان کمونیست‌ها باید شرکت کنیم، مگر اینکه اصولا طبقه کارگر شرکت نکنه در هیچ چیزی، که این در مورد این انتخابات این مسئله صدق نمی‌کنه، چون خیلی از توده های زحمتکش با وجود دیدن و مشاهده و اعتراضاتی که به این رژیم دارن به دلیل انتخاب بین بد و بدتر به حوزه های رأی هم ممکنه برن. یعنی این مسئله هستش همیشه در رژیم جمهوری اسلامی، در دوران به اصطلاح خاتمی که به اوج خودش رسید، در دوران 4 سال پیش هم به هم ترتیبی تعداد زیادی شرکت کردن، این بار هم امکان داره که یه عده‌ای زیادی شرکت بکنه از توده های زحمت کش، و ما به عنوان کمونیست‌ها نمیتونیم بشینیم تو خونه، چون این انتخابات مثل هر اتفاق دیگه در جامعه یک سلسله روزنه های کوچکی باز میکنه. یعنی به هر حال یک 7-8 ساعت به هر حال یه عده‌ای در تلاطم و حرکت هستن و تبادل نظر پیش میاد و یه مقداری هم جو باز میشه در همون چندین ساعت. اینطوری نیستش که رژیم بتونه سراسر جامعه رو کنترل کنه با یه تعدادی از سپاه پاسداران. وقتی توده ها به خیابان میان یا در حوزه های رأی شرکت میکنن، یه مقداری امکان رد و بدل شدن بحث و تبادل نظر و بردن آگاهی و یا اینکه افشا وجود داره. بنابراین از این امکانات، از این روزنه هایی که در حتی شرایط اختناق در ایران به وجود میاد، ما با عنوان کمونیست ها باید استفاده کنیم. واضحه که باید استفاده کنیم، نمیتونیم فقط تو خونه بشینیم که مثلا انتخابات سوت و کورتر بشه. مثلا این خب واضحه که دیگه نیازی به کمونیست بودن نیست. ما به هر حال باید دخالت بکنیم همیشه در جاهایی که توده ها هستن. حالا اون دخالت باید چگونه باشه؟ اون دخالت هم یک چیز دل بخواهی نیستش. یعنی مثلا فرض کنید حزب کمونیست کارگری به این نتیجه میرسه که الان شرایط اعتلای انقلابیه، یعنی همه انفجار صورت میگیره، انقلاب در دستور روز قرار گرفت، بنابراین باید رفت انقلاب و فراخوند. خب این دیگه دل بخواهی این حزبه، منتها این دخالتی که ما میکنیم دل بخواهی نیست. متاسفانه دخالت ما باید حساب شده باشه، باید مشخصا از آگاهی فعلی کارگران و زحمتکشانی که حالا میان در این روز مشخص برای رأی دهی بین انتخاب بین بد و بدتر، ببینیم آگاهی فعلی اینها چیه، شعارها و مطالباتی مطرح بکنیم که اینها رو یک قدم به جلو در جهت سرنگونی رژیم و در جهت مبارزه ضد سرمایه‌داری سوق بده. این هنر ما در واقع در شرایطی که امکانات و روزنه‌هایی باز میشه. حالا باید دید اون شعار محوری چیه، اون شعاری که میتونه این آگاهی رو یه قدم هم مورد پذیرش توده‌ها باشه، هم مورد فهم و درکشون باشه، همین که بتونه اینا رو یه قدم به جلو ببره. به نظر ما اتفاقا در یک این شرایط خاص، نه در شرایطی حالا اعتلای انقلابی، در این شرایط خاص با وجود این که مسئله سرنگونی در دل و روح بسیاری وجود داره امروزه، در این شرایط خاص یکی از شعارهای دموکراتیک هستش که اون حلقه رابط رو ایجاد میکنه. یعنی این که وقتی که توده ها اومدن تو خیابون داره رای میدن، ما به عنوان کمونیست ها و یا پیشروی کارگری یا بخشی از پیشروی کارگری اتفاقا همین پیشنهاد رو میخواد اجرا بکنه، و اونم این هستش که ما بسیار خوب ما میخواییم رای بدیم، در این انتخابات شرکت کنیم، اما رهبرانمون تو زندانن و
بنابراین ما در این انتخابات رأی نمیدیم، تحریم میکنیم، چون رهبرامون در زندانن و تا آزادی سیاسی، آزادی تمام زندانی سیاسی و هم مشخصا رهبرانمون ما تحریم میکنیم. خب این حرفیه که قابل درکه، یعنی هیچکی نمیتونه بگین خب چرا مثلا فرض کن شما این بحث میکنید. دلیلش این هستش که رهبرای اون کسانی که منتخبین ما هستن اینها در زندانن، به عنوان سمبولیک هم دو تا سه تا اسم میتونیم انتخاب بکنیم، مثلا فرض کن رضا شهابی، نمیدونم شاهرخ زمانی، چند نفر دیگه از رهبران جنبش کارگری که الان امروز در زندان هستن، عکسای اینا رو ببریم، پوستر بسازیم. نقدان هم یک پوستری ساخته شده که همین شعار رو داده و اینم در امکانات و اساس امکانات و نیروی موجود میشه این تکثیر بشه در درون به اصطلاح همین به حوزه های انتخاباتی شرکت بشه و این شعار داده بشه. و این شعاری هم نیستش که کاملا بی جا باشه، شعاریه که مرتبطه به مسئله و این بحث انگیز خواهد بود. یعنی یک سلسله تبادل نظرها صورت میگیره، واضح قدم بعدی، بحث بعدی در حول این شعار این خواهد بود که خب این رژیم همه را دستگیر میکنه، این رژیم کسیه که اختناق ایجاد میکنه، بنابراین ما باید در واقع سازمان بدیم خودمون رو در رشته های دیگه، در رشته های به اصطلاح مختلفی که به هر حال مورد نظر هست و بحث میشه. و این تبادل نظرها در واقع یک قدم میتونه، یک گام میتونه آگاهی فعلی رو ارتقا بده از دخالتیه که کمونیست ها میتونن انجام بدن امروز در داخل ایران. بنابراین پیشنهاد ما در واقع این هست که ما تحریم باید بکنیم این انتخابات رو. این تحریم باید تحریم فعال باشه، در مرکز این فعالیت مسئله آزادی زندانی های سیاسی باید تحقق پیدا کنه و این یک قدم به اصطلاح مرتبطیه که میتونه مورد اجرا قرار بگیره. خیلی متشکرم. من تشکر میکنم از همه شما عزیزان به خاطر شرکتون در این برنامه. سرعی شعابی از حزب کنونکارگری ایران حکمتیست، کاظم نیکخواه حزب کنونکارگری ایران، فریبا امیرخیزی از سازمان زنان 8 مارس ایران افغانستان و مازیار رازی از گرایش مارکسیست انقلابی ایران. بازم از همه شما به خاطر شرکتون در این برنامه سپاسگزارم.